هی کی کی کیونه؟ آره من اینجوری هم هست بسید ترانه هم کستر علی دوستیان عرومی بندم نیاز به شبیخونی هست قبلی ها به پرساپام سری لوز میدن با هم بچی کاری میکنم پشیمون جیپه میذارم جیپ کوچیکم مثل قلافم نمیرم تو بازی که یکش نباشم همونی که یه زمان پا به هم نداد آرزوش همون پاش برام بره هوا شب نوید کیه الان خودم صدرم تو شهر از قبل رو من بستن بود این جنده ها میخوان کنن از ترپ دورم ولی تخگاز میرم خوب دست فرمون بدون خطا دید بوده اگه کم رنگ بودم بچه ای زود میابر کلم جوش مثل شعرام همیشه تو دفتر بودم هرکی مصفت بود میزدم زبدر بوش بومب گنگ ریمیکس گان کلاس علیز کی کرمانشاه چه خبر چای کرتم لانگ تایم کامینگ خوبین خبر چه خوبی واسه تهران چجوریه خیلی شاکیه تهران آره حالا تو بهترین موقع ممکن است اتفاقا بهترین موقع من 28م رسیدم خب 28م 29م روزهای آخر سال بعد ترافیک به بدترین آره بعد بعدش هم مثلا سال تحویل شد همه جا بسته است دیگه تقریبا آره 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 بدترین موقع است اتفاقا راست میگی تهران واسه ما که چون همیشه توشیم عید خوبه آره آره کسی که مثلا از اون ور میاد مسافرت میخواد بیاد تقریبا همه جذابیتای بورد تهران بسته آره 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 هیچ خبری نیست آره دقیقاً چیز بچا سالتون مبارک سالتون مبارک بچا سالتون مبارک بچا 1402 سال خوبی باشه واسهت بوده باشه واسهتون آها ببخشید و 1403 سال خوبی باشه واسهت تری باشه واسهت خیلی پیشمی تری نماجی خب خیلی بمبی تو میدونم این چیز این واسه چیز چه خبر کرماشا چه خبر هیچی خوبه نه کرماشا تالا نه کرماشا بخواییم آره یه جمله توضیح بدی چی میگی فرشت کرماشا یه اگه نمیدونی فهم دوستم نمیدونم آخه نیستی؟ تو یه جمله ماکوه سمت کرماشا نیست ماکوه شو چه ها فسلده من فکر کنم به شوخی گفتی ایران اصلا خواستی مسخره بازی داری نه تو فقط بابلسر رو میشه آذربایجان دیگه پیروز فکر میگه رشت و بابلسر جفتش یه چیزه نه چرا کس میگه شمال همه شو میگه رشت دیگه نه شمال همه شهرها شبیه همه من اون بار نرفتم من نمیدونم نو شهر و نور چقدر حالا ماکوه چه استانیه آذربایجان مرز بالا شمال آره. جدی اصلا فکر کنم مثلا میخوان جنس رد کنن از مرز و اینا سمت ما جلفا ما آره 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 خب ایول بس کرمانشاه حود خودت میدونی الان حود که بزرگ شدی دیگه نه آره آره به دنیا اومدی بزرگ شدی آره آره رفیقای خودمو دارم حالا حال میده چیزه آره خوبه شهر چه جوریه یعنی فازش تا حالا شهر دیگه زندگی نکردی نه فقط برای زندگی نه ولی مسافرت رفتم دیگه اکثر جا رفتم چه جوریه کرمانشاه کلا فضاش ببین فضاش کلا دو دست هست دیگه یه سری آدم از لحاظ این جریان دارم میگم آره. مثلا بعضی شناخت درستی ندارم مثلا میری تو خیابون احتمال اینکه ریمیکس بشنوی مثلا ریمیکس شایع و خلوت و اینا بیشتر از اینه که یه مثلا ترپ خوب آره مثلا اینا همه جا همینطوریه آره ولی خب مثلا هستن دیگه بچه‌ها هستن که بلد باشن آره, 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 آره داستانو بفهمن و دنبال کنن پاتوق ماتوق چجوری اونجا پاتوق هست نه مثلا آره. مثلا اینجا آیسته ما اسم تو رو اونجا جمع میشه اونجا پارک جمع میشه اونجا نه پارک جمع میشه مثلا اسم بگم نه آره اسم بگو بریم بدونیم بلد باشیم بابا یه جا 116 مثلا اونجا جمع 116 چیه؟ یه کافه است آن کافه است؟ آره آن کافه اسمی شهر مثلا آره شما اونجا میرین؟ من بیشتر خوشم از شروع خیلی نمیرم اسمی شهر میرم اونجا آره ولی میرم مثلا لمیزتوره فکر کنم آره دقیقا لمیزتوره چرا دیگه فازش هم لمیز داره میشنسی آخه لمیز داره آدم خضا میرن تایی چی بیار اینجور خود دقیقا قبول کنیدارش بعد جایی دیگه هم هست دیگه مثلا یه پاساژ باز شده یکی دو ساله من بیشتر میرم اونجا چه خبر اونجا؟ نگم ولشون اسه چیه؟ خب بگم دیگه هی میگام آخه آه میگام آله آله بعد یه چیز داره یه لانج داره مثلا طبقه آخرش مثلا میره غذا چیز دریا چه مهنچه داریم دور بر؟ نه بابا نه؟ کویره؟ یه دونه بود مثلا یکم دوره به شهر مثلا سلاب سراب نیلوفر و اینا خب بعد خوش شده دیگه فکر کنم آخرین آپدیتی که داشتم خوش شده حالا من خیلی کلا آدم طبیعت گردی هم نیستم چیکار می‌کنی واسه تفریح مثلا میام با دوستان بیرون با دوستان یه میلیون نفرن حاجی خیلی زیادن یعنی شهر انقدر بیشتر آره آره حداقل 1.5 هستن آره خب میام شهر خیلی بزرگه مثلا تهران تقریبا یعنی اینجوری باید بشه حساب کنیم کلان شهره
خب آقا من مثلا ما تهران دورایش کجا میریم؟ کسافته مثلا هواش تخمی دورایش لواسونی داره کردان داره حالا ما نمیریم ها 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 داره. داره اونجا, اونجا سرد و کوهستانی من تا حالا کرمانشاه نرفتم به حالا چه لحاظ؟ من رفتم بهتر گرون بودن و خونه و اون چیزا آه خونه؟ آره. ببین مثلا کرمانشاه مثل تهران نیست که منطقه هاش مثلا عددش هرچی بره بالاتر پایین شهرتر باشه منطقه داره؟ منطقه داره آره 4-5 تا منطقه داره خب بعد ببین مثلا دارم میگم جنوب شهر بالا شهره مرکزش هم دوباره یه بالا شهر دیگه هست اینجوریه فهمیدم مثلا پاریس آره شهر کوچیک پراکنده تره اینجوری نیست هرچی بری شمال مثلا بالا شهر تر باشه چند تا محله خوب داره دیگه بهترین محله چیه؟ مثلا خیابون برق تو خوب. منطقه مثلا چیزه 22 بهمن بعد اون دیگه آره دیگه مثلا یارو دور دور ابرتیلیار داره مثلا اونجاست آها آها آه. خیلی هم گرونه کرمانشاه شنیدم یعنی جای خوبش من رفته بودم یه مدت آخه من آره آره گرونه خیلی گرونه آره چرا گرونه یعنی چه صنعتی اونجا خیلی بیچ. گرفته هیچ نمیدونم واقعا درآمد شهر چیه راست درآمد مردم خیلی خوب نیست توش بستگی هم داره مثلا کسی هم خوب همه جا هست درآمد خوب صنعت غالبی نداره همین مثلا یه جا هست صد دورشه یه جا هست مثلا واردات صادرات داره مرزه کارخونه مارخونه زیاد هست توش ولی مثلا میگم چیز غالبی که مثلا کرمانشاه رو به اون بشناسن آره، نیست آره. خیلی چیز شیرینیای کرمانشاه تو طول زمان یکی از چیزایی بود که همیشه تو ذهن من بود از کرمانشاه ما بچه‌ها یه چیزا زیاد داشتیم ما بچه‌ها موسیقی به طرز عجیب بچه‌های اون سمت زیاد داشتیم سقز و بیجار اینا سمت کرمانشاه آره بیجار بین فکر کنم کردستان و کرمانشاه سقز فکر کنم تو کردستان آره بچه‌های موسیقی ما اون سمت خیلی زیاد بودن دانشجوان اون موقع تو خوابگاه ما مثلا واقعا بچه‌های موسیقی شاید مثلا دو سومشون سمت کردستان و کرمان و کرمانشاه اونورا بودن نمیدونم چوجیش موسیقی محلی اینای اونورا آشنایی دارم آره آشنایی دارم ولی خب خیلی زیادم ولی آشنایی دارم آره آخه اونم یه چی میگن ریشه طولانی مدت داره هم لورا اصلا هم کردا یه ریشه موسیقی, موسیقی توی فرهنگشونه موسیقی دستگاهی طوره مثلا آه. چیز داریم ریشه دار خودشون. آره آره اصلا یه سری مثلا موزیک جدید هست آرتिस्टای کرمانشاهی بعد مثلا با لهجه کرمانشاهی و اینا بعد یکم مدرن تره من مثلا بعضی اوقات گوش میدم بگه پسر این سری واسمن محسن لرستانی اینا محسن لرستانی خیلی خفنه قوت تجنگی اگه شما آره رامین تجنگی رامین تجنگی شنیدی خیلی آره بیت ترپ خوب انتخاب آره رامین کرمی بیت ترپ زده فکر کنم اگه اشتباه نکنم خیلی هم خفنه بیت سلکشنش از نصف رپرایی که ترپ دارن آره. میخونن بهتره پش آره بابا تمیز. آره آره هم رامین تجنگی با چیزم با محسن لرستانی ترک داره ماشینم فکر نکنم تجنگی یعنی چی شاید شنیدم احتمالاً تجنگی یعنی چی اسمش نمیدونم اسم یه جاییه فکر کنم به جنگ رفت فکر کنم تجنگی شهر اگه اشتباه نکنم یا روستا یا رودخونه چیزیه فکر کنم تجنگ بدون موزیک اونجا مثلا کسی هست جز خودت کار کنه رپر سینه موزیک رپ پرودوسر خوب داره مثلا بچه‌ها هستن وای جی اینا سمت شما وای جی فکر کنم کردستانه ولی مثلا نمیدونم میشناسی 808 معوا هست سو بیتس مثلا برای پوری کار زده دی تایپ هست کامیونیتی خودشون دارن یه آدمای ایزوله جدا از همن فکر کنم سو خیلی با بچه‌ها در ارتباط نیست ولی معوا دی تایپ میدونم رفیقن آره بعد ولی بیشتر سین پرودوسره من رپر مثلا اگرم دیدم مثلا اونقدر کانکشنی با این نبود. سین پرودوسر هم نداشتی تو از اول چرا با بچه ها دوستم نه قبل موزیک دارم نه نه یعنی اینجوری هم مثلا یه مدرسه ای باشه مثلا یه سینی توش باشه که بیاد آدم ها چرا مثلا معوا دو سال هم بزرگتر بوده تو همون مدرسه من ولی خب من هیچ وقت هم دیگه رو ندیده بودیم بعدا فهمیدیم که مثلا اینطوریه بعد تو چه جوری شد اصلا فکر کردی که موزیک رو شروع کنی من مثلا از عشقشو داشتم دیگه مثلا 15-16 من از مثلا 6-7 سالگی دایم مثلا رپ میذاشت و اینا میشنیدم خب خودم کامپیوتر نداشتم ولی اون زمان مثلا دایم از این کامپیوتر سفید قدیمی ها هست مانیتور گنده ها آره آره خیلی آره یادشه از اونا میذاشت و اینا 64 فکر کنم 67 همسن کریستیانو رونالدو من اینا بچه‌ای نمیدونم 67 بود باشه آره خب دو تا دایی دارم دو تا دایی دارم یکیشون 3 سال با هم فرقشونه بعد مثلا مستی و من یادم میذاشت حسین و تو مستی آره بعد زد بازی میذاشت خیلی آره حالا خیلی حضور ذهن ندارم ولی همین مثلا چیزا بود چیزایی که موقع کرمانشاه آرتیست نداشت بعید میدونم که تو در جریانش باشی نبود نه تو اون لول نبود فکر نمی کنم مثلا داشت آها آره بعد آره دیگه چی بود سوال آرتیست کرد زبان شروع کردی میگم دیگه مثلا از اون موقع میشینم و اینا ولی خب فعلا تو فکرش نبودم تا مثلا 15 16 اینا
بعد یه همینجور ترای کردم و اینا، بعد مثلا برای دوستان نزدیک هم میفرستادم دیگه، هیچ وقت ریلیز نمی کردم کلا. بعد اولین ترکمو که رفتم استودیو مثلا 16 17 بودم، جفاردی هم یه سال دیگه، نه جفاردی مال یه سال پیشه. آره من چند سالته؟ من الان 20 سالمه. 20 سالته؟ آره مثلا اون 4 سال پیش. آره خب رفتم استودیو، حالا دارم، شاید ترک خوبی نیست. آره حالا بعد از این میذارم. صدا چقدر فرداش بود صدای الان؟ ببین مثلا کیدنس هم که کلا یه چیز دیگه بود، سمت زیرزمینی تو اصلا معلوم بود چی میگم. آره گرفتم. آره بعد آره مثلا اولین شکم اون موقع ضبط کردم، بعد مثلا یه حالتی بود، یه رسانه‌ای بود اسم نمیبرم، مثلا استعدادیابی گذاشته بود، بعد مثلا از 200 نفر مثلا 10 نفر سلکت کرده بود که وریس آلبوم ببنده. بعد مثلا منم سلکت کرده بودن، ولی خب ترکم خیلی چیری بود، نمیدونم چجوری سلکت کردم، بگم بقیه کی بودن. آره اونجا موتیویت شد. بعد دیگه اونجا مثلا خوندم، بعد دیگه دوباره استاپ کردم، مثلا هر 5-6 ماه یه بار همینجوری مودش میومد دوباره مینوشتم، ضبط میکردم برای دوستان میفرستادم، ولی هیچ وقت جدی نبود. تا چیز من یه ترک قبل از جفاردی دادم، بد بیاری نشیدم، نشید پرایوتش پرایوتش کی نشینه اونو، ترک لاو هستن. چه سالی؟ همون سال یعنی نزدیک جفاردی سه کردی؟ 3-4 ماه قبل از جفاردی. همونو میگن علیز لاو بخونه ره، اونایی که اونو شنیدن. نه میگن غیر از اونها جدی. آره خب من تو ریاکشن هم کدوم سگی میده یا گفتم خدایا زشت. خب کجا بودم که من هیتاب سن؟ این که بد بیاری رو گذاشت هیپ هاپ پرایوت. بد بیاری رو من مثلا همینجوری ضبط کردم، این اولین ترکی بود که از سانکلاود خودم اومد، اون قبلی تو تلگرام اینا بعد اومد و اینا. بعد من مثلا چیز اون موقع میگم برای 2-3 نفر دوستام که هیچ ایده خاصی هم راجع به رپ فارسی اصلا نداشتن میذاشتم و اینا، حالا مثلا برای آردا میفرستادم، آردا مثلا یکم بیشتر چیز بود. بعد یکم که گذشت، حالا من و آردا یه تایمی با هم در ارتباط نبودیم، بعد من مثلا دوباره کار کردم و اینا، جفاردیو نوشتم تا نصفش. آره جفاردیو تا آردا واسم فرستاد اولی. آره جفاردیو تا نصفه نوشتم. بعد چیز با پرنون مثلا اون موقع دوست شدم، 2-3 نفر دیگه هم بودن اونجا. پرنون بچهای قدیمی. آره. کانال مثلا تقریبا من فکر کردم پرنون. آره بعد من فکر می‌کردم مثلا جفاردی خیلی ترک کیریه، جدی میگم، چون منم ترک دین خوبی نیست نظرم، ولی کیری هم نیست. نه کیری هم نیست. آره اصلا کیری نیست، پانچ خوب زیاد داره. آره ولی نسبت میشه اصلا قابل مقایسه نیست. آره خب میشه کارا رو کرد. آره حالا راجع به میشه هم یه چیز باحال میگم بهت. بعد آره جفارد میگم اصلا قبل از اینکه ریلیز کنم نوشته بودم، هنوز نذاشته بودم سانکلاود، همینجوری با پرنون آشنا شدم و اینا اول، بعد فرستادم براش، بعد گفت که پرنون خیلی خوش داره. آره بعد گفت که خیلی خوبه اینو، چرا مثلا ریلیز نمیکنی؟ گفتم نه بابا تخمی مسخره ام میکنن و فلان و اینا. گفت آقا تو ریلیزش کن، اصلا چی کار داری؟ ریلیز کردم مثلا تا وقتی که میشه مثلا یکم ترکید و شناختن، مثلا باور کن تو 2 ماه مثلا 200 تا پلی خورده بود. آها توجهی نگرفت. نه توجهی نگرفت. حالا میگم پرنون بقیه بچه هم هستن، مثلا امیرعلی بود، میکائیل، یه چند تا دیگه حالا رفیقام. شرط همه بچه‌ها. آره. شرط کرمانشاه. بعد کجا بودم؟ کیدی داری ساین گنگسر سایب یهو ساین کیونش بود یهو. آره بعد جلوتر که رفت میگم، مثلا اون قبل از جفاردی مقطعی مینوشتم، مثلا یه مدت مینوشتم 6 ماه ول میکردم دوباره مینوشتم، ولی بعد از جفاردی بیشتر چسبیدم به کاره، چون اون محیطه بیشتر ساخته شده. آها یه کامیونیتی بود که موزیکای همدیگه رو بشن میکردن. آره. مثلا ماکت درست می‌کردن، میفرستادن سفر ظاهر 200 نفر بود، ولی مثلا آره خیلی اهمیت میفرستادن. آره. بعد مثلا اونا میگفتن اینجاش خوبه، اینجاش بده، فلان کن و اینا. خیلی خوبه اینطور آدمو خیلی خیلی خیلی, خیلی. آره. حیاتی است. بعد میگم بیشتر چسبیدم بهش از بعد از جفاردی، میشه رو ساختم، حالا قرار بود با یه پرودوسری اون زمان پرنون اتفاقا اینم دوباره کانکشنشو زده بود، قرار بود با اون بیاد یه سری مالا اتفاقات افتاد شد و اینا میشه. آره میشه. آها. قرار بود رو بیتمون بیاد. خب آره یه سری کیریکاریا شد، بعد دیگه چیز کردم، تصمیم گرفتم که خودم بدمش رو بیت دانلودی. آره. میکس مستر نداره، تو کمد اتاقم با هنسفری ضبط شده میشه. جدی؟ آره جدی. آره. آره. با هنسفری ضبط شده،
کاورش هم تو بلوکو کاورش هم پول نداشتم کاور بزنم، دوست دخترم منو کاریکاتور کشیده بود، من داشتم تو گالری اونو یه نگاتیو کردم سیاسفیدش کردم، اینورتو بلد بودی ولی اینورتو خوب بلد بود پیکسل، یه ادوایزری دارم زیرش رو دادم، خیلی بمب میشه، خیلی بمب میشه. بعد دیگه بعد از اونم خب دیگه مثلا من یه هفته قبل از اینکه تو شول استریم یکم بهتره که میشه داده بودمش دیگه. بعد خیلی جالبه، من شب شول استریم باور کن میخواستم میشه رو از اون سانکلاود، من دیگه لینکو فرستاده بودم برای شما، نمیذارم کارش کنم، میخواستم خود میشه رو پاک کنم از اون سانکلاود که یه موقع مسخرم نکنه. جدی خوشو نکردی، خیلی مثلا چیز شدم اونجا. خیلی عجیبه که میشه خیلی خوش نشه لحظه‌ای که میشه گوش دادم یارم، بعد بعدش که فهمیدم این همون جی پارتی فری استایله پشمام بیشتر ریخت. عجیبه که آدم فیدبک های دورش مثلا نمیتونه پیش بینی کنه. میگه انقدر مطمئن نبود میخواست پاکش کنه. برنده یاد میگه بهترین ترک های شورستیم چند ماه اخیره شورستیم امساله. آره خیلی عجیبه. بیشترین روش رو کسی که شورستیم داشت تا الان علیز بوده. علیز کی اومد میشه؟ شیش ماه؟ آره شیش ماه کمتر، پنج ماه. آره یه چنین چیزی. بعد پنج ماه پیش شنیدی میشه رو نبه. آره با تو این فاصله باست فایت اومد، تازه اومد داشبورد تازه اومده، یه ماه پیش باست فایت اومده، یه ماه پیش سولو اومد یه ماه قبل چهار ماه پیش میشه اومد. خوب گذشت. ولی چیز بود، میشه خیلی بم بود. بعد چیز بود مهمتر از اون، فالوآپاش خیلی بم بود. یعنی باس فایت و سولو فالوآپای خیلی خوب بودن. فرنام چجوری پیدا کردی؟ فرنام ایران که نمیشناختی؟ نه ایران نمیشناختم، دایرکت بهم داد بعد از میشه بهم دایرکت داد و اینا. بعد خیلی ها دایرکت دادن. فرنام میدی من چجوری میشناسم؟ نه دختر روکسان، دختر عمو، دختر عموی من آلمان هم کلاسی فرنام بود. فرنام ایران نیست؟ نه آلمانه. نه آلمانه. به من مسیج داد که نیما فرنامو میشناسی؟ من گفتم اون هفته شول استریم مثلا اولین بار فرستاده بود، تو استوریای فرنام منو دیده بود دخترمو. گفتش این چیزامو این چیزا از بعد یهودی با علی بمب داد. چه فکر کنم ایرانه. آره فرنام میگم بعد از اینکه میشرا دادم خیلی اومدن مثلا دایرکت. آره بعد فرنام اومد. بعد من میگم مثلا گاردین ندارم با یه پرودوسر حتما حالا کار کنم، کار خوب باشه میکنم. آره منتها خب مثلا فرنام بیشتر کارش به هم خورد تا بقیهشون. دیگه شروع کردیم به کار کردن و هر روز هم پا کار بودیم تقریبا. دوهاتون باحاله، یعنی که همدیگه رو میفهمید، صدای همدیگه رو داشت. فرنام از کجاست؟ پسر خیلی خوبی هم از تهرانه. تهرانه؟ شمرونیه. خیلی بچه پول دارن. آلمانه دیگه. عشق هر که آلمانه پول داره الان از ما پول دارتره. آره دیگه آلمان اینجا هست، اونجا از ما پولدارتر. مطمئن؟ آره بیچاره ما مطمئن باشی. آره فرنام چرا علیز کار میکنه؟ خب دیگه چه جلو چه جوری رفت؟ میشه اومد ترکید، اون ده هایپ میشه چه جوری پیش رفت وسط؟ یعنی حسش چه جوری؟ خیلی حال داد، خوش بذار، خیلی حال داد بهم. ولی مثلا دارم میگم آره ریلیز سولو هم بهم حال داد، ریلیز باس فایت تو داشور اصلا مهم حال نداره. تازه باس فایت بیشترین چیزی بود که ترکیش به نظر من گرفت. ولی اونقدی مثلا چیز چرا پله همون فرش تازه بودن و هر چیز جذاب‌ترش می‌کنه. ولی خیلی دوستش دارم رپو ها. من باس فایت رو خیلی دوست دارم. آره باس فایت لیلر کی ترین ترکت بود نه؟ آره بیتش لیلر کی ترین کارت بود. چیز خوب اومدیم جلو داشبورد رو دادیم پلنت واسه کلا. الان خودت و کریر تو چجوری می‌بینی؟ یعنی چی؟ رپ هوف رپ چقدر جدیه مثلا؟ آره دوستش دارم، میخوام ادامهش بدم، ولی اونجوری نیست که مثلا پلن برای 10 سال آینده جدی مثلا. آره اینجوری نیستم، عشق میرم به جلو ببینم تا کجا. ببین همون جوری که نمیدونم چه جوری شد که شروع کردم، نمیدونم هم تا که قرار ادامه بدم، ولی خب میگم خیلی دوستش دارم. برنامه الان چه جوریه واسه کوتاه مدتت؟ کوتاه مدت هر ماه یه دونه سینگل میدم دیگه. هر ماه یه سینگل میدم دیگه. حالا یکم پس و پیشه، ولی خب ترجکتوری کلا آینده رپ فارسی رو چجوری می‌بینی؟ حاجی بیشتر به نظرم فراگیر میشه کلا، ولی یه چیزی که میترسم اینه که یکم احساس میکنم پولیش بیشتر میخوره به خاطر همین قضایی هم که داره پیش میاد و مجاز کردن اوناش. به این هم یه پوان داره، هم یه چیز داره دیگه، میگیری چی؟ هم نقطه مثبت داره، نقطه منفی داره. دقیقاً چیز ام جی ام اینا تو راجع هم میسازن. ام جی اینا یه وایس گذاشته بود که چه خبره همه کنسرت میذارن مثلا رگ رپ مجاز شده به مام بگید و این چیزا. ایده همین بود. ایده اینه که یه اتفاقی داره میفته. اول من ترجیح دادم راجع به اون
اجرا و این چیزا اونقدر ساعت نشه تا جایی که میشه همین تو اتفاقی میفته بیفته واسه بچه خوش بگذره و این چیزا با ساب دادنش اسم میکنم میشه صدر میزنه تا اینکه بخواد کمکی بکنه. ولی جدا از اون مثلا خیلی وضعیت واسه یه نفر مثل ام جی مثلا با بقیه آرتیستایی که یکم مثلا دیرتر شروع به فعالیت کردن فرق میکنه، حساسیت ها روش بیشتره، یعنی چی میگن آزاد شدن هم اگه در نظر بگیری احتمالا آخر از همه قفلش واسه این چی میگن سوپر استار گونده ها باز میشه. آره به خاطر اینکه توجه زیادی حولشونه، اونا یه تصمیمی بگیرن خیلی آره باز ساب محکم تری داره، زیاد داره تا اینکه حالا مثلا کسی که ولی من بد نمیدونم چی میگن اگه فرض کن اگه کاملا هم مثلا یه عالم فیلتر بزنن که از توش رد شد مثلا یه سینگل بخواد ریلیز بشه خب یه آپشن دیگه میگه چون همین الان همه رپرهایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن که یعنی اینجوری فرض کن مثلا فیلتر وزارت ارشاد اضافه کنی به داستان همه رپرها خروجیشون تغییر نمیکنه لزوما، خیلی از رپرها آلردی ناخودآگاه یا خودآگاه دارن اون فیلتر رو اعمال میکنن. البته یه چیزی هم مثلا سجاد دیشب گفت که مثلا این مجاز شدنه لزوما قرار نیست تو مجاز بشی تا آزادتر بشی، میتونه تاثیر غیر مستقیم داشته باشه. یعنی مثلا تو مجوز نگیری که کنسرت بذاری ولی مثلا تو ویدیوهات بتونی آره آره فهمیدم آره آره آزادتر بشه ممکنه. من دلیل من ربطشون نفهمیدم، نه چون که مثلا اگه فرض مثلا گیر کمتر شه کلا، آره کلا گیر کمتر شه به وجود بیاد، یعنی تو مثلا اگه مثلا این اگه چجوری بگم مثلا الکل اگه آبجو قانونی بشه مصرف ودکام جرمش 100% کمتر میشه دیگه، اگه بخوایم که نخوام چقدر تو کاغذ بنویسیم چه ننویسیم. میدونم چی میگی ولی آره این همینجوریه دیگه، میگه یه مثلا چرا دیگه نمیدونم میشه راجع بهش حرف زد نه فرق داره خب ها خیلی فرق داره. ها اون داره فرق داره ولی منظورم که آزادتر میشه آره یه لولی آره. من همین من اون سری هم با هم یه صحبت کردیم رو دو تاییدم، یا اینه یا اتفاقا سرکوب کردن اون غیر مجاز تر. آخه تو طول زمان اتفاقی که دیدیم مثلا محمد اصفهانی مثلا تریکید، کار واسه محسن یگانه یا مثلا مجید خرسار راحت تر شد که این ترانزیشن رو بزنن، یعنی این اتفاق پیش نیومده که مثلا ما اومد اصفهانی مجوز بدیم محسن یگانی که اون موقع زمانی رو دارم میگم مثلا تو یاد نمیاد یه موقع غیر مجاز بود، یه موقع محسن یگانی واقعا مثلا عقب تر تیم اومدم محسن یگانی چاوشی اینا همه آرتیست زیرزمینی بودن، یعنی به خودش چاوشی همین الانش هم خیلی مثلا چیز نیست. آره اصلا ببین اونا خب گیر دادنی نیستن واقعا، اون موقع بودن مثلا اون موقع حامد هاکان میومد راجع لب گرفتن و این چیزا میخوند همونقدر تابو بود که مثلا الان توی پاپ راجع لب خوندن لب گرفتن میخوند. بابا نو اسنیچینگ انتمای موسیقی فارسی داشتم فرشام سری صحبت میکردم، خب ترک آدم فروش شادمرقلی یکی از بهترین نو اسنیچینگ انتمای تاریخ موسیقی، بابا اصلا کورس کار اینه که آدم فروش دستتو رو شده برام حقاتو ولد شدم. آره. اصلا نمیدونی یه نفر فروختنش این داره جواب میده، حالا چون داشته ملودیک میکنه دلیل نمیشه که بابا شا اون موقع مثلا چیز پاپ کیا رو دوست داری؟ آه راستی پس یاد بگیم در گذشت فرامد استانی و آره. یکی از لجندای موسیقی پاپ فارسی که واقعا بلامونازه میخوام یه حس مشابهشو بگم. چند روز پیش یکی استوری گذاشته بود، یه سری استوری مثلا پانچ لاین دار میذارن که چند لحظاتی پیش در طی مثلا سانحه‌ای دم خونه مثلا سیاوش قمشی فلان شد و مثلا پانچ لاینش اینه که قمشی از خواب پرید، مثلا متن رو جوری پیش بره که تو فکر کنی اتفاق بدی افتاده. آره. مثلا سکته چیزی خودم نکرده آره. مثلا تش میگه خواب پرید. آره. من اونو خوندم، من قمشی رو خیلی دوست دارم. اینو کی بود کوچ بود آریانایت گذاشت من دست و پام لرزید آجی. آره. رسیدم به آخرش اصلا فوش دادم گفتم اون اصلا قمشی رو سپیدر دیدی؟ نه دیگه دو پرس اینجوری بغل زده سپیده است اون؟ فکر کنم اگه اشتباه دیدم اون قمشی رو بسر دیدم ولی سپیدر نیم ولی آره میگم مثلا من اینجور خبر کسایی که حالا من نمیدونم تو چقدر مثلا اون زمانی که حالا مثلا قبل از رپ دارم صحبت میکنم قبل از رپ برای تو فکر کنم میشه 5 6 سالت واقعا نه مثلا میشه مطلع چه سالی هستی قبل از فارسی 80 مثلا قبل از تولدش بکن این زمانی که تو داره میگی آره واقعا چی من میگی تو چی مثلا 10 سال داره میگی آره 10 سالم آخه من میشه 81 آره واقعا مثلا اون زمان میگم خب اینا چه شام بودن به من بعد چه میندازی اون مثلا خوبشی اینا غیر مجاز بودن آخه کس دیگه این چیزی نبود گوش کنیم اینجور همینا به شهرام شپره گوش آرش مثلا چی آره من اینا رو گوش من یه حس خیلی البته آرش به سن من میخوره آره آره آرش چه بود که تازه ترکیده بود اتفاقا آره آرش هم خیلی پدیده عجیب غریبیه واسه چیزی که رصد کردن تو طول زمان که چه جوری شده ولی شاید تو فرامرز اصلی یکی از آرتिस्टای مورد علاقه پدر من بوده یکی از کسایی بوده که تو طول مثلا روشت من خیلی تاثیر گذاشته موزیکاش و میگم
یکی از دارت کننده خبرایی بود که تو فضای موسیقی فارسی تو چند وقتی درف کردیم واقعا شد جور از اون آرتیست پاپ فارسی. راستی شرایط هم آرمانی بدم علی مجوزش رو گرفته از این به بعد پاپ کار میکنه کامل. مثلا شرایط به علی بدم چی مستم بگم آرتیست پاپ مورد علاقت کیه؟ فرشته سوال بالی پرسیده بود. مثلا گوش میدی یا نه؟ گوش میدم کم یکم اسم میبرین مثلا قدیمی بگم مثلا قدیمی من چیز خیلی دوست دارم سیاهش قمیشی خیلی دوست دارم یکی دیگه هم هست وایسا کی بود خدا همون اولوش فرهاد و اینا بود کوروش یغمایی کوروش یغمایی خیلی بمب داره کوروش یغمایی دهه 50 داشت سایت اون ناس اصلا چیز راک. کرده بود اونو یه ترک سامپل کرده سامپل کرده کانیه فکر کنم گل سنگم بود آره آره استاتیک سلکت بود فکر کنم ولی آره تو ولی خب خیلی مثلا چیز نیستم دنبال کننده راستیتش نیستم توی پاپ اون زمان آخه چیز بود اون زمان میگم آپشن دیگه ای نبود اصلا آره. خب دنبال کننده هم نیست اصلا ما یهو رضا پیشرو هیچ کس اومد یهو من گفتم حاجی اینا چی ان دیگه فلان یه خودم اومدم اینور یعنی آره. قبل اون اصلا خبر اصلا پاپ بود دیگه هیپ هاپ فارسی چی پاپش هیپ هاپ غیر فارسی اصلا موزیک غیر فارسی مثلا ماد بیبی و جدیدن افتادم توش آره نوردویک و قبل از این افتاده بودم توش بعد تاثیرش روی امزاد داره خیلی خوشونت اون هاردکور بودنه لیل مابو رو میشناسی؟ نه. واجی لیل مابو تک تک ترکاش دیدی میره ترندی. راب 49 هم باحاله. خیلی اینداستری پلنت این آدم تاریخه. اون خیلی باحاله. آخه میاد اون گیمیکی بودن رو مس با تمسخر میاد نشون میداد. تک تک ترکاش هم توی با باحال رو چیزایی که میذاره. چی میگن؟ نه ایده هایی که میذاره سرگرم کننده است. ولی اینکه اینداستری پلنت تو شکی نیست. من شروعش رو یادم نیست آخه نمیدونم کجا. شروعش مثلا فایوفاین تو تک میگم فایوفاین رو دیدی و ساماینا تک دوم سومش بودن. به تک مثلا پنجمش بود. از همون اول اینجوری میم رپ و اینا. پدر مادرش یک کدومشون یکی از ازیکای گنده یکی از این رکول لیبل هست چیزه این همراه برانکس دیریز که ترکی میم رپ نبود از اول اصلا چی میگن جدی بود جدی هم نبود ولی میم رپ هم نبود یعنی اون صورتش میمه رو به وجود می آورد ترک و به ترک و الان اینجوری شده که مثلا ترک و جدا گوش بدی هم میم رپ معلومه آره. قدیم اینطوری نبود قدیم مثلا ترکش رو گوش میدی یه برانکس دیلر آره. مثلا عادی بود قیافش انقدر شسته رفته است که آره 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 انقدر سفید بود چیز تتلو هفته داستانش رو دنبال کردی دیدم یه تیتری زدن که هیچ جرمی سنگینی قرار نیست داشته باشه آره من نمیدونم چه جوری تحقیق کردن ولی امیدوارم درست باشه اینو امیدوارم واقعا چیزایی که قبلا شنیدیم شایعه باشه من میگم چیزه یعنی حس میکنم ترند داره به اون سمت میره که تتلو جدی به عنوان متغیر مثلا توی ایران به عنوان آرتیست جدی قرار تجربه کنه خیلی عجیبی هم به وجود میاره شاهزاده سرین پرسبز بود جدی من خیلی تمیز بود پرسبز بود خیلی گفتم پرسبز علی پرسبز دممون آره بیاین ولی سرین 10 سال من مثلا راحت میشناسمش که آره 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 توی چیز فارسیه توی فضای محتوای آره، آره، فارسیه آره آره, آره. به نظر میاد قرار از این بعد پاپ مجاز داشته باشیم از تتلو یا مثلا چند سال بعد خیلی اتفاق غیر منتظره ای هست یعنی در عین حالی که مثلا نمیدونیم یعنی در عین حالی که ما نمیدونیم چه اتفاقی بیفته هیچ کی نمیدونه چه اتفاقی قرار بیفته یعنی خود تتلو هم که 100% نمیدونه حتی کسی که مسئول برنامه‌ریزی این کارم باید باشه نمیدونه مثلا بخوان بهش مجوز بدن 100% به نظرم محکم به نظرم توجیه دیگه این نره آرتیست مورد علاقه رپ فارسی دیگه نه یه دونه نیست مثلا گوش میدم همه رو گوش میدم واقعا یعنی صحنه رو مال میکنی آره تو بخوای توی صحنه سروایف کنی باید گوش بدی همه رو خب ولی مثلا کیا رو خیلی گوش میدم مثلا امین تیجه خیلی دوست دارم گوش میدم سجادینا رو دوست دارم علی هم گوش میدم بعد فکر میگه هاردکور رپ اینجوری برگرده؟ نه تو ملودی که میگه گیر میکنی؟ آره. خیلی گیر بله هاردکور بود دیریل هم هاردکور بود دیگه چی؟ دیریل هم هاردکور حساب میشد دیگه آره آره ولی مثلا دیریلش میرفت پایین ملودیک رپ اومده بود بالا دیگه آره دیگه اینجوری شده الان هم اینجوریه مثلا هاردکور واقعا اشتباه میشه آره دوباره یه چیز نرمتری میاد آره آره یه چیز جالب خواستم بگم راجع به همین قضیه که میگه هاردکور برگشته ببین ایو اس باشه مثلا 2-3 سال پیش که از اون فاز هیپ هاپ واقعی داشت میرفت آره. توی فاز دیریل همه اون مثلا هیپ هاپ واقعی ها وقتی که اون جایگاهشون رو تو خطر دیدن
به هر جای چنگ میزنن. آره، آره، مثلا آره. اینا رو قبول نداشتن و شما کسشرین و آره، فیلان. آره، آره، این اتفاقه از سمت الان اون افرادی که ملودیک میخوندن و ویل آره. قبلی بودن داره برای هاردکور هیپ هاپ اتفاقه. آره، و من که مثلا یکم پشت صحنه خبر دارم میدونم مثلا چه کسشری حتی پشت سر خودم نه گفته میشه. آره، من ندیدم واکنشا رو. آرتیستایی هم که مثلا مطرح هم هستن. من قدیم گفتم میگم این طرز فکری خیلی باحاله. طرز فکری که مثلا باباهای مثلا بابای تو احتمالاً سانهوش رپ گوش میده، ولی من باباهای ما در مقابل مثلا رپ که چنین پیش فرضی داشتن که این کلن کست شده، یا مثلا آدمای توی اون زمان توی اون موج از فرهنگ آره داشتن اصلا اینکه موسیقی حساب کنیم یا رپ و یا نه صحبت میکردن، اینجوری مثلا مخالفت خودشونو با چنگ زدن به جایگاه قبلی خودشونو تلاش میکردن آره. نگه دارن. این اتفاق دوباره توی یه لولی بین اولد اسکول ترا با نیو اسکول ترا افتاد. الان بهتر الان دیگه میکرو داره اتفاق آره زیر زمینی مینستریم دیریل و الان هفته پیشیه با این هفته یه مشکل داره خیلی باحال چیزی نیست که بتونی جلوشو بگیری. آره، آره. و تو دو تا آپشن داری، یا همراه جریان بشی اون متغیری که داره تغییر میکنه سوارش بشی و خودتو آپگرید کنی، یا اینی که باهاش در مقابلش مقاومت کنی و خودت در نهایت فید میشی. یا اینکه کسی غیر از خودت ضرر نمیبینه. آره. اینا فکر میکنن راه درستش اینه که مقاومت کنن، ولی مقاومت به خودشون ضرر میرسه. میدونی ایده به نظر من کجا مشکل داره؟ اینه که بچه‌ها توی لول زیادی هنوز موزیکو به عنوان کریر لایف تایم نگاه میکنن. خیلی از آرتیستایی که توی لول کوچولوتری فعالیت میکنن واقعا موزیک واسه شون یه جرق نکن. الان مثلا دهه 80 آمریکا نیست که 1980 نیست که هر کی موزیسین به یه لولی از شهرت رسید دیگه تا ابد اون شهرت رو میتونه داشته باشه واسه اینکه توی اون دستگاه هست. آره. دستگاه روز به روز داره 20 نفر رو میره یه جدید میاره 20 نفر دیگر میندازه دور. این مثلا حتی یه آرتیستی که تو لول اسکی ماسک دی اسلامپ گاد هم ترکیده الان دیگه به عنوان یه کریر موزیک میان به عنوان کریر نمیتونه رو موزیکش نگاه بکنه. تا آخر عمرش این موزیک ساپورتش نمیکنه. مطمئنی؟ آره 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 مطمئنم. اسکی آرتیستی که مثلا نگو توی موج میان نمیتونن جزء سردسته های اون موج باشن که لگسی آرتیست میشن و میمونن و با اینکه مثلا چند تا هیت خیلی گنده دارن، مثلا لیل پامپ هم اینطوریه توی لولی، یعنی اون به عنوان مثلا چی میگن یه فرصت لحظه‌ای توی زندگی، مثلا مثلا فرصت سرمایه‌گذاری توی یه ساختمون توی ایران بود یه دوره‌ای. آره که اگه خونه می‌خریدی میترکید. آره بعدش آره. امکان نداشت. آره اینا هم اینطوری مثلا لیل پامپ اون بازه زمانی نمیترکید دیگه نمیشد. آخه کسی مثل لیل پامپ و اسموک به پوینا فلاف عجیب غریب داشتن. مثلا اونها رو مثال نزنی. آره من میفهمم فل میکنن. کیارسوان حتی کیارس فان زندگیشو نتونست با به عنوان یه آرتیست تو فضای موزیک بگردونه. کیارس فان رو داری مثال میزنی میشی میگم خیلی ایده های عجیب غریبی و میپروند. اینا خیلی معروفن. تازه میگم یه مجموعه زیادی از مثلا همین الان که مثلا تو ایران نمیخوام مثال بزنم چون دیگم بدجنسانه است، ولی آره نه واقعا زشت یعنی بدجنسانه است که بخوام مثلا یه نفر بگم مثلا به نظرم این کریر زیاد نمیمونه. ولی مثلا تو آمریکا نگاه کن، خب فضای امروز مثلا موزیکو نگاه کن، مثلا انلی چاپا به نظر من کسی نیست که بتونه تا بلند مدت تا ابد با موزیکش زندگیشو سپری بکنه. و امضاش امضایی نیست که چون قبل توی اون امضا ما لگیسی آرتیستا اونو تقریبا انتخاب کردیم دیگه، امبی یانگوی انتخاب کردیم. باز انلی چاپا توی لول خیلی خوبیه، ولی بازم به نظر من جزء مثلا ناس و جیزی نمیشه هیچ وقت. میگی چی میگم؟ میگیرم چی میگی. اینکه ناس و جیزی اصلا از این بعد خواهیم داشت یا نه؟ نه خواهیم داشت به نظر من. مثلا من به نظر بورچی مثلا اینه ییت نه ایران یه دونه از ایران یه دونه از اونمار نگو مثلا جیزی مثلا ییت به نظر جیزی میشه. نه ییت جیزی ولی من ترکس اسکات مثلا میشه مثلا کارتی میشه به نظر من. ییت خیلی اول کریرش هنوز که بخوایم حدس بزنیم اونقدر اول کریرش نیست. نه آره ولی مثلا در مقابل میاره ولی مقابل کارتیو مثلا ترکس بخوایم نگاه کنیم خیلی جوان‌تره. ولی مثلا اونجا به نظر مثلا کارتیو ما یادمون میمونه، ولی اینکه کن کارسون رو ما تا ابد یادمون میمونه یا نه واسه من واقعا سواله. سوالی که به نظرم نمیمونه. ما میگم از هر کدوم از این موجا که میاد آرتست گلچین میکنیم. یعنی اینکه مثلا دیریل اومد و رفت، ما یه سری آرتست گلچین میکنیم از توش طول زمان به اونا گوش میدیم، ولی دیگه صدای دیریل به عنوان یه صحنه رو نداریم. آره. یا مثلا چیزم همینطوری بود، مثلا چون تیلور سویفت که الان داره میخونه، مثلا امضای تیلور سویفتی الان دوباره اشوا شده چون بیانسه داره آلبوم کانتری میده، ولی یه دوره این وسط ما تیلور سویفت رو جدا از این که داره مثلا موزیک مثلا پاپ کانتری میخونه
جدا کردیم، گفتیم یه آرتیست نماد این صحنه‌ای که یه موقعی هات بوده، ما اینو به عنوان لگسی آرتیست اون صحنه دنبال می‌کنیم، نیازهامون رو از این امضا از این آدم برطرف می‌کنیم، اون صحنه حالا دوباره 20 سال بعد دوباره میاد و شکوفا میشه، ولی مثلا این فاصله 20 سال این یه آرتیست میتونه پول در بیاره، نه همه آرتیستای اون صحنه. خب الان بحث از اینجا شروع شد که ایران جدیده، آره از اینجا میاد که مثلا تو فکر کن یه موقعیتیه، یعنی مثلا هم زمین فروختن، مثلا چیز زمین فروختن خونه خریدن، یه موقعی تو ایران با پول کم میتونی خونه بخری، تو دو سال خونه سه برابر میشد، پول سه برابر میشد، بعد یه حاصل جدیدی به وجود اومد، مثلا قهوه فروشی زدن چیزی شد که باهاش میتونی پول تو دو سال سه برابر کنی. اون کسایی که خونه خرید و فروش میکردن تا جایی که میشه تلاش میکنن به کار خودشون پایبند بمونن، وارد این حاصل جدیده نشن. موزیک هم اینطوریه، مثلا اون کسی که داشت ملودیک تراپ کار میکرد و تو یه لولی تونست رو شهرت و پول به دست بیاره، الان که توجه کلی اون صحنه کم شده، توجه این آدم کم میشه، این آدم سخته واسش که ترانزیشن بزنه و بره با امضای روز صحنه کنار بیاد، ترجیح میده که مخالفت کنه با اون و اون سرعت شیب رو به پایینش رو تا جایی که میتونه کند کنه با اون مخالفت. به نظرم آخه کند نمیکنه واقعا. آره نه، تو ذهن خودش در نهایت تو خودتو داری منزوی تر میکنی و شانس حتی همکاری با اون آدمو که بتونی برند تو زنده نگهداری هم داری از خودت میگیری، چون بالاخره حرفا پیچیده میشه توی اون پشت صحنه. از عدم انعطاف پذیری تماس دیگه. دقیقاً لوزری واقعا اگه بدیم. آخه ببینید کس جالبیش اینه، کسایی که خودشون تحت همچین هیت هایی قرار گرفتن دارن اون هیت رو میکنن، یعنی یه خورده به نظر من آگاهی نسبت به همچین وجود یه همچین چیزی میتونه. آره نه همشون اینجوری نیستن، اونایی که هستن آگاهی نسبت به اینکه تو بدونی این پدیده وجود داره، حداقل یه خورده محتاطانه تر مثلا یه چیز جدید میشنوی فوشت رو رقیب میکنه. آره مثلا اون حس ناخودآگاه تو مثلا حداقل تو یه لولی کنترل میکنه خودآگاه. آره. هنوز چیز خیلی عجیبه چیزم هست، یعنی فقط تو موزیک هم نیست، تو همه چی همینطوریه، یعنی مثلا تو ماشینم هم نگاه کنی یا تو تیم فوتبال هم نگاه کنی همینطوریه، مثلا یه تیمی رو به افوله دوست داره توی اون دوران اوج خودش طرفداراش نگهش دارن و خودش هم دوست داره این همه دوست دارن تو دوران اوجی که متصورن که اون دوران اوج زندگیشون بوده باقی بمونن و اون دوران طلایی رو به هر قیمتی باز بسازن، فارغ از این که اون تلاش واسه بازسازی دوران طلایی باعث میشه دیگه هیچ وقت تجربهش نکنین، هیچ وقت هم اون رو توی تاپ کنین. چیز اسپاتیفای فهمیدی لیمیت درآمد گذاشته واسه موزیکا اینجوری کرده که حالا یه چی میگم طرح، حالا نمیدونم کی عملیشه و فلان، ولی اینجوری شده که از هر استریم الان حدودا 0.03 دلار یا 3000 دلار مثلا الا 5 مثلا از هر 1000 تا از هر 1,000,000 استریم 3 الی 5K مثلا در میاره موزیک. اینجوری کردن که 1,000,000 استریم بشه مثلا 10K. خب یعنی مثلا درآمد میانگین رو بردن بالا، ولی چیز کپ چی میگن کپ گذاشتن واسه نه کپ سخت گذاشتن واسه مثلا ترکای مگاهیت بیشتر از یه حدی درآمد نمیدن. من چیزو شنیدم، من برعکس شنیدم تر که زیر 1000 تا هستن در بعد مثلا آره آره. اونم هست این سقفم گذاشتن بعد مثلا سوپر استارا چیز نمیکنن. نه سقف اعتراضی ندارن همین این طرح من چیز بابالم داش میگفتن که خودم نمیگم بعد چیز مثلا یکی مثل جیک قطعا یه مثلا لیبل دعواشون میشه. آره میگم یه طرح من شنیدم خیلی یه مسئله یکی از چیزه اینه که مثلا تیلور سویف مثلا میدونیم نمونه شه، نه توی یه لولی مثلا تو بزرگتری تو اصلا این عددا شوخیه واسه، یعنی تو اصلا به فکر اینکه پر استریم چقدر در میاری که نیستی. تو بیلیون میلیون استریم داری، لول مهمه واسه. آره یعنی تیزا آدمای مثل دریک و تیلور سویف قرارداد جداگونه دارن با اسپاتیفای، یعنی مثلا اکثرا مثلا یه فیکس ریتیه یا یه رقم غیر از اینه، واسه اینکه اومدنش جدا از اینکه داره مثلا ترکای خودش ویو میخوره، مثلا جوروگن هم همینطوریه دیگه، واسه 250 میلیون دلار میگیره واسه یه سال، 250 میلیون دلار گرفت واسه یه سال، میفهمی یعنی چی؟ یعنی تقریبا روزی 700 هزار دلار در آورد به کارم نکرده روزی 700 هزار. آره و الان میدونی اسپاتیفای چیکار کرد دیگه، گفت یوتیوبت هم میتونی بذاری، یوتیوبش هم داره میذاره، قرارداد ادامه داره، قراردادش هم ادامه داره. آره آره واسه اینکه به این نتیجه رسید، اول قرار بود اکسکلوسیو اکسکلوسیو اسپاتیفای بود، بعد الان به نتیجه رسیده که اگه روی یوتیوب بذاره توجه بیشتر میشه. نمیدونم چه جوری به این نتیجه رسیدن، اونا تست کردن چند تا اپیزودو، میدونم تست کردن چند تا اپیزودو، ولی اینجوری که اجازه داده که رو پلتفرم های دیگه فشار چیه. آره دارم دماغم خوک میکنه. آره فکر کنم صوتی فقط، یعنی صوتیشو الان فکر کنم فقط روی اسپاتیفای اکسکلوسیو، تصویریش مثلا جای دیگه هست. بخیه بالا قرار دادن اینطوری دارن میاندن، مثلا جور کسی که تو اون لوله صوتیو یه قرارداد میاندن، تصویریو یه قرارداد دیگه میاندن کامل. این دو چیز مختلفه. چیزش اینجوری
چی خواستم بگم؟ آها سینما و مینما رو چجوری؟ تو هم مثل منی بکنم. من گفتم قبل از اینجا کلن انقدر چیز دارم، پرش افکار دارم، مثلا نمیتونم مثلا یه فیلمو تا آخر ببینم، مگر اینکه مثلا یکی اونجا باشه مجابم کنه که مثلا تا آخر ببینیم. تو جوش رو درواسی. آره، یا تو رو درواسی، یا مثلا تو جوش قرار بگیرم. مثلا اینا میگن خفنه، من میگم شاید واقعا خفنه. آره. چیپس و اینا بچینیم بچه‌ها مجبور فیلم ببینیم. مثلا پری روز آردا یه فیلم گذاشت، بعد آردا مثل منه، بعد نه من دیدمش نه آردا. عالی کنسل شد، یه رفت نار خورد. خب چیز مثلا تفریحیان چی حال میکنی؟ ویدیو گیم؟ تفریم قبلا ویدیو گیم خیلی بازی میکردم، بعد گفتم دیگه کنسوله رو فروختم و اینا. چی ویدیو گیم مورد علاقه کلن؟ ببین من کلا اون زمانی هم که بازی میکردم، حالا یه دوره خیلی افتاده بودم توش، ولی حس میکنم مثلا نباید بشه لایف استایلت، میگیری چی؟ آره. تو داری اون کار رو انجام میدی که ذهنت خالی بشه که بتونی وظایفی که تو زندگی داری رو با چیز بالاتری، با راندمان بالاتری آره. انجام بدی. خب اینکه بش سوئیچ بشه رو کار اصلیت، مثلا 12 ساعت گیم پلی داشته باشی، واقعا خیلی ضرر داره، توجیه نداره دیگه. برای من حداقل آره اصلا الان دارن راجع به اصلا یکی از دلایلی که فروختمش همین بود. حالا یه دلیل دیگه هم بهت گفتم، نمیخواستم مثلا خیلی دیگه ابسس بشم بهش و نتونم به کارهای دیگه هم برسم. خیلی صدام آره. مثلا توانایی ارتباط خیلی جالبه. میگن چی میگن کار چیزایی که باعث ترشح دوپامین تو میشه، وقتی خوبه که سروتونینت هم ترشح چی میگن ببره بالا. سروتونین احساس رضایت از خوده، دوپامین الان مثلا حس جایزه طوره. میگن ویدیو گیم یکی از بیشترین ضررهایی که داره دوپامینه دیگه. دوپامینه خواهر و مادر بدون سروتونین. تو از پای اون سیستم بلند میشی هیچ حس خوبی نسبت به خودت نداری. سنترال باید بعدش بغل کنی. آره دیگه هیچ کار هیچ دستاوردی نداشتی، ارتباط برقرار کردن با کسی جز اون ویدیو گیم برات زیاد. ولی چی ویدیو گیم مورد علاقه چی بود؟ من کال آف خیلی می‌زدم، مولتی پلیر آنلاین می‌زدم. بچه‌ها دیگه سنش اینه، این تو نسل مولتی ام من کلا خیلی آدم. ببین من کلا ویدیو گیم رو به خاطر همین دوست داشتم، چون یه کار اکتیو تری بود نسبت به فیلم دیدن. تو فیلم دیدن یه چیز پسیوه، بعد من پرش افکار می‌گم دارم. ولی بعد مثلا اگه بخوام استوری بازی کنم دوباره همون یکم از اکتیو بودنش کم میشه. ولی مثلا تو وقتی که داری با تیمت بازی می‌کنی مجبوری درگیر باشی. آره بیشتر درگیرت. ولی من کمپین رو خیلی منم پرش افکار خیلی درگیرشم، ولی مثلا کم چی میگن من ایمرسیو بودن بازی واسم خیلی اهمیت داره که بتونم مثلا چی میگن رول پلیینگ کلا واسم تو بازی، چه حالا آر پی جی باشه چه نباشه، بازی واسم اهمیت داره اینکه بتونم خودم رو جایگاه اون ببینم و اون حسو تجربه کنم. آره بعد واسم این اون داستان قرار گرفتن، پس زمینه داشتن و مخصوصا مثلا وقتی مثلا یه بازی رو 20 ساعت بازی می‌کنی، اینوستدی تو بازیه. آره. مثلا خیلی تجربه‌اش جذاب‌تر نسبت به بازی کردن. مثلا ام ام آر پی جی ها خیلی داستان جذابین، خیلی فاز مسیو مولتی پلیئر آنلاین گیمز، رول پلیینگ گیمز، مثلا آنلاین رول پلیینگ گیمز مثل ورلد اف وارکرافت، مثلا الدر اسکرولز آنلاین، مثل فال اوت 76، اینا همه تو اون دنیا هست ولی آنلاین همه هم کاراکتره واقعی، یعنی مثلا یه اکوسیستم آدم اینه هم یه چیز داره. چی میگن؟ آنلاین داره؟ آره میتونی بری تو اون بعد دنیا جرانه کوآپ کنیم باسه رو با هم جدی؟ خیلی ولی چیز همیگم ما فکرم باید کم کم اون قانونی بازی کردن رو شروع بکنیم که تو این تجربه رو هم بکنیم، چون تجربه هایی منحصر به فردی به نظر میاد. مثلا همین دسلوپ یه آپشن داره که تو آنلاین میری تو بازی دیگران، اون دیدی یه فرمش دنبالش میکرد میکشتش، میتونی اون دختره بشی بری دیگران رو هی تو لوپشون بکشی، هر بار بکشی از اول لوپ شروع میشه، بازیشون رو بگاه بدی. میتونی اینوید کنی بازیاشون و اصلا میتونی فقط فرندات اینوید کنن، میتونی بزنی دشمنات هر رندوم بیاداره. خیلی باحاله. چیزه من کلا این بازی آنلاین کردن خیلی چند وقته تو مخم، ولی هیچ کم نیست کمک. چجوری تو پی سی می‌کردی؟ نه با پلی استیشن آسونه. من اول پلی استیشن 3 داشتم خب. بعد 4 گرفتم دارم. بعد سال بعد فیلترشن هم واسه کنی روی روترت. نه بابا هنگه اوکی بس میشه؟ آره راحت من... ستاپش؟ آره بابا کاری نداره، میتونی اصلا با لن وصلش کنی، کاری نداره. نه ستاپش هم فیلتر نیستی چیش؟ نه بازیاش یعنی آره. بابا اسپاتیفایش مثلا فیلتر بود، بعد دی ان اس میزدی. حالا یا میتونستی رو روترت بزنی یا میتونستی تو خود سیستم بزنی، ولی بازیش نه. ما الان استیمو بگیریم خیلی سخت بود. من اصلا کال آف دیوتی اول میخواستم بازی کنم، اصلا نتونستم. نه اگه استیم واقعا بگیریم بخریم میگم اونجوری چند دلاره؟ مثلا 50 دلار 100 دلار کلا همه پلتفرما این قضیه مثلا استیمو دارن. مثلا پلی استیشن هم پلی استیشن پلاس هم داشته باشی نمیتونی بازیای پولی رو بازی کنی آنلاین. آره حالا مثلا فری گیم ها رو میتونی آنلاین بازی کنی.
مثلا مثل فورتنایت. فورتنایت فری گیم میتونی آنلاین بازی کنی. چیز من میخوام بشم بعد استیم نصب کنم، استیم که فری هستن. آره چرا میریم تو استیم استور تازه میخریم دیگه. نه ممبرشیپ نداره. مطمئن؟ آره من اکانت دارم. من اکانت دارم. میشه خرید. آره بازی رو میشه خرید چیز به لایبرری اضافه میشه کنی. چیز اولین کنسولی که دیدی تو چی بود؟ PS1. PS1 PS1 داشتم. PS1 داشتی؟ من PS2 نداشتم. خیلی عقده شدم. حالا پلی استیشن نداشتم. جدی؟ آره آره. اون چند وقت هستم. من کپو بگم. بعد PS1 PS2 دیگه نگرفتم. پسرم ولی PS2 گرفت. PS2 بهترین کنسول، این آیکونیک‌ترین کنسول تاریخ به نظرم PS2. بعد از اون Xbox 360 گرفتیم با هم. بعد اون زمان نمیدونم دقیقاً چه جوری بود، آنلاین می‌کردی 50-50 بود که بنت کنه یا نه، چون بازیات کپی بود. میدونی چی میگم؟ منو پسرم هم تصمیم، پسرم هم 7 سال من بزرگتره ها، خب تصمیم گرفتیم آنلاینش کنیم. پسرم هم کنسولش اوکی شد، مال من بند شد. سر اون بعد مثلا یکم کلا بازی نمی‌کردم. بعد از اون با هم PS3 گرفتیم. آها با هم PS3 اوکی بود آنلاین بازی کردن. آره. چون بازی اصلی میگرفتی دیگه. آها بازی دیگه کپی شدن کنسل شده بود. آره. سه البته کپی هم ولی من نبود موقع. چی؟ سگا مگا و اینا نه. چرا بابا سگا برمیگره به PS1 دیگه؟ قبل از PS1. من سگا هم داشتم. من تا یادم نمیاد میگی چی میگم. مثلا بچه بودم برام گرفته. خیلی عجیبه سگا و PS1 فاصله‌اش طولانیه. یعنی فاصله‌اش مثلا نینتندو 64، نینتندو 64 اومد، گیم کیوب اومد. ولی ما اصلا دیگه مثلا گیم بوی ادوانس دستی ها بود، رنگی بودن. دیدی مثلا هند هلد یه شرکتی بود گیم بوی مثلا واسه نینتندو بود، اصلا بکنم هم مثلا PSP بود. PSP اصلا واسه رقابت با اون گیم بوی آماده شد، درست شده بود. PSP تو کتو خونست داری؟ آره میخوای؟ نه بوده؟ چیز PSP هم خیلی دوست داشتم داشته باشم. میذارم اقدم رو زنده کردم یه تومن ازا خریدم. خیلی حال میده آجی. PS ویتا هم یه همچین چیز. PS ویتا الان چیز بود. الان نینتندو سویچ خیلی بومبه. سویچ دیدی؟ آره دیدم ولی بازی نکردم. استیم دک هم با حال انا. استیم دک دیدی؟ چیزه؟ نه اونو ندیدم. یه چیز انقدیه. خب دو تا دسته دو طرف داره. ویندوز آره او اس استیم روشه. آره. این ویندوز بیسته احتمالاً او اس استیم روشه. بازی چند داره؟ منطقیه. موقعی که دلار 50 بود 30 تومن بود، یعنی میشه چقدر؟ میشه 600 دلار. آره 600 دلار. یعنی چون پی سی خوبه، یعنی پی سی یه پی سی هند هلد دیگه. بعد مثلا آفیس روش نصب میشه کرد، مثلا میتونی چیز کنیش، یعنی میتونی او اس استیم رو از روش برداری ویندوز نصب کنی کامل استفاده کنی. اینا پی سی عادی جالبه. آره من تو فکرش بودم ولی چیزه، یعنی یه 10% کاریه، 90% کلکه. بازی با آره. چیز این هفته واسه ماه آینده برنامه مشخص شد. آلبوم کوروش قراره بیاد با پیتزا از هیدن و شایب. تو سیگارو میدید؟ کوروش و هیدن و شایب چجوری بودی کلا تو طول کریر؟ من کوروش رو خیلی دوست دارم. کوروش خیلی دوست داری؟ رپر خیلی خوبیه به نظر. از کی دنبالش می‌کنی؟ چیزی آره همون از کی دنبالش. مثلا از همون موقعی که وانتونز داشت میترکید دیگه. نه اولش میشناختی؟ آره بابا دیدم دنبال میکردم بچه که منطقه. کوروش رو من از همون موقع بیشتر دوست داشتم از بقیه اعضا. برند جذاب تری هم. آره به نظر منم. آره و یه چیزی که جذاب ترش میکنه به نظر من اینه که بقیه اعضا، حالا جدیدن اینطوری نیست، جدیدن دارن سولو آلبوم هم آره، میدن. آره. ولی تو طول زمان به نظرم کوروش کاتالوگ خیلی محکم تری و سولو تری. دقیقا. یعنی همزمان که داشت با وانتونز همکاری میکرد اون برند تنها هم نگه داشت. آره. برای من همین جذابه. این سری رفتم واسه من اون یه دوره، گفتم یه دوره زمانی وانتونز رو من دنبال نکردم چون اون حفره گوش دادم موزیک فارسیم بود. برافم گوش دادم اون دوره زمانی یه اوایلش همون که فدات بشم بود. استر کیش من فدای سر فدای سرت خب. بعد اون مثلا اون موقع داشتم گوش دادم، اون موقع اگه نگاه کنیم اون موقع ترکای قبلش مثلا ترکایی که با تیک تاک کار کردم قدیمی تر رو گوش کنیم، اون موقع نمیشه فکر کرد که کروش اینقدر آرتیست، اینقدر به سرعت میتونه آرتیست سولوی موفقی بشه. یعنی چون سامی خیلی بخش مهمی تو کامل کردن اون امضای ایفا میکرد، ولی ترانزیشنش خیلی تمیز بود. چرا معلوم بود؟ ببین تو مثلا همون فدای سرت رو نگاه کنی،
کوروش گوشت ترکه. استراکچر اینجوریه که انگار همه چیز با نهایت احترام. آره مثلا کریستیانو رونالدو وسط مثلا. آره مثلا انگار همه دارن پاس میدن به کوروش که کوروش گلو بزنه. بعد آره حضور بقیه هم میره کارش خوبه. دقت کردین؟ مثلا وانتونز من ساید مثلا لاو و ایناشو بیشتر دوست دارم. آره آره ولی کلا من کوروش هم گنگستراب خوب میخونه، هم لاف خوب میخونه، همه چی خوب میخونه. مثلا هر چی ببین حالا من کاری به مثلا هاردکور لیسنر ندارم. دارم موزیکی که برای کژوال لیسنر تولید میشه رو راجبش حرف میزنم. کوروش هر چی کلا وانتونز کلا نیستم. هر چی میده میتره که کلا مثلا میشنوی تو خیال. همین کوروش خیلی تونست. کوروش تقریبا کژوال لیسنر نداره. فقط این وانتونز کلا. فقط هاردکور لیسنر داره. اینطوری. برعکس گفتی. آره برعکس گفت. گفتی نه اینکه هر چی میدن من چی دارم گفتی هارد کور لیسنر فقط داره. آره دیگه خب همین دارم میگم. خب برعکس گفتی دیگه کل یعنی شنونده ها بحثو بشنوین. من دارم میگم که اون دایره هارد کور توی کژوال است. کوروش خیلی کوروش و وانتونز کلا خیلی خوب اینو تونستن به هم دیگه وصلشون بکنن. یعنی آره. آدمایی که توی لول سطحی هم رپ فارسی گوش میدن اگه فن وانتونز باشن خیلی اینوستدن توی برندشون. یه هر چی میاد گوش میکنن از اونجا. مخالفم ولی آره. همین به نظر من کژوال لیسنرای زیادی دارن این ترانزیشن رو قبول دارم خوب زده. یعنی از هارد آره، کور آره. لیسنر آره. رسوند به کژوال لیسنر ولی مثلا یک برندی مثل زد بازی به نظرم ملتفت زد بازی اونها آره، خیلی توی اونها اینجوری اونها اینجوری که ملتفت مثلا ملتفت کلا هارد کور لیسنر یا سورنا یعنی می‌خواستم یه چیز بگم جاش حرف زدم ولی باحال بود آره جالب بود خب ولی اینو می‌خوام بپرسم راجع به کوروش که میگی کوروش تو هر فیلدی میره با حاله کوروش توی ذهن تو کدومشون به نظره مثلا اون لاور بوی هست پسر توخصه هست جفتش هست قرار نیست که مثلا تو یه دونه شخصیت کلن داشته آره کدومی بولتره من میگم لاور بوی هست پسر به نظر من لاور بوی احساسیه کوروش به درز عجیبی مثلا اسو چیه موزیکالی هم تو طول زمان خروجیش بیشتر بوده ولی عرضه تقاضا رو تا از دستی قرار نداده نمیدونم چیه قضیهش. یعنی که کوروش هیچ وقت دوره داره که مثلا عدم حضور تو رپ فارسی نداشته ولی در این حال چیمه تقاضاش همیشه افزایش پیدا کرده. آره. من میدونم یکی از هرسای زندگی میدونم که هر وقت میدونم جدیدن تو کانال کوروش 90 خورده ای کاهه چرا صدکانه میشه؟ آه زیر صدکانه؟ همش زیر صد یعنی خیلی شهرتش 90... بیشتر از یه سال بین 90 و صده جدی؟ ما هرسم میره دم لو گرفتن هست چی میگن؟ سابسکرایبر گینش یه ماه ریده شده قضیه شده فهمیدی؟ وی پی ام وی پی ان هست فکر کنم چون میگم لیست ویور ایرانی زیاد شده دوباره یه موج دیگه شخ زد دوباره مثل اینکه زیاد چیز آلبوم هوملون چجوریه انتیسیپیشنت واسش نمیدونم باید بشتمم میریشیم ولی مثلا آلبوم سمی که اومد مثلا از چیزی که انتظار داشتم مثلا کمتر بود با ببین کلن دست خودت نیست یه سری چیزا و تو توی بلند مدت وقتی که به یه استابیلیتی میرسی این دست ناخودآگاهته کلن اونقدر دیگه ممکنه تلاش نکنی برای که نه چیز بهش یه پدیده یه بهش میگن گرایش به میانگین خب آره کلا تو هر جامعه آماری مثلا وقتی که مدت زمان حضور به خاطر سن هم حساس میکنه آره آره تو گرایش به میانگین پیدا میکنی به میت شدن آره حوصله یه چیز جدید نداری حوصله هر چیز حوصله به کنار میترسی گاهن آره. ریسک پذیری آره آره منطقی هم هست یعنی نمیدونم ویژن خاصی ندارم همین الان یه سری صحبت بود که میخواست تو ادیس چیز بگیریم و فلان اینا آره 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 مثلا همون اونو میشینم فکر میکنم اون دو دلیه هنوز که هنوزتون هست که انا من مثلا برم اون ور همچین چیزی بسازم چی میخوام بگم فعلا آره. پیش میاد خیلی پیش میاد این موضوع چیز واسه آلبوم شایع و هیدن که یه مطمئنیم تقریبا یه ماه دیگه میاد April. چی فکر میکنی؟ آره برنامه چیه شایع اون قضیه سیل هم متوجه نشدم گفتن که اصلا گفتن دلیل دیر شدن آلبوم اینه که یه ترک دو تا سیل بانست. یک دو تا اضافه شد به علاوه آره یه ترک دیگه سیل یک نمیدونم چون اون سیلی که شنیدیم سیل دو نبود آره. سیل... آره نه 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 نگفتن سیل یک گفتن سیلی که ورژن آره ورژنی که اول ساخته بودن و آره. ریلیز نکرده بودن آه. گفتن اونو میخوان بدن من یه آکوستیک بود توی چیز توی سیل اصلی آکوستیک بود نه آکوستیک هم نبود همین خیلی به نظرم کار ریسکیه سیل یکی از سینگلایی که چیز بود چی میگن باپ کارمادر بود این که حالا بخوایم ورژن دموشو کامل کنیم بدیم بیرون شبیه ورژن شبیه اون فیلم دومه شاید ساختاری تغییر جدی داره ورژن دوم فیلمی که ترکیده آره. هست شبیه اونه خیلی ریسکه آره. به نظر من آه آره شاید ساختاری میگم تغییر دادن چون یعنی اون شکل ببینیم چی میشه ساختمان موزیک آره آره, آره. شکلی که چینش من... شما مثلا ارنجمنتش تغییر دادن یه چیزی من یکی از آلبومایی که مشتاقشم این دو نفر رو
شایعه که مثلا دیوونه شام مدت هاست به نظرم امضاشون خیلی تمیز در میاد و رولت آلبوم من دوست نداشتم خیلی رولت آلبوم منفصل تر از چیزایی که انتظار داریم از دو طرف داره انجام میشه. آره. تو کلا برنامه‌ریزی می‌کنی واسه رولت تو چیزا؟ مثلا اونجوری نه که مثلا چیز کنم، یه چیزی تو ذهنم هست ولی سعی می‌خوام به اون اسکیجوله برسم. خب ولی مثلا اینجوری نیست که نه الان اجزاشو کی هندل میکنه، یعنی مثلا لیریک ویدیو رو کی اوکی میکنه، چه میدونم همه کار خودتی؟ آره. حالا آردم کمک میکنه مثلا ولی بیشتر خودم هم. بعد اساسش مثلا واسه یه ترک میخوای بدی بیرون مثلا الان برنامه چند ماه بعد تو داری واسه این جواب قبلیو بدم؟ ببین مثلا کاور آرت کارامو خودم مثلا ایدهشو میدم که چی کار کنه و اینا، بعد مثلا موزیک پروداکشن هم خب خودم با فرنام صحبت میکنم و میکس مستر و اینا کار مثلا ساوند انجینیر تا برنامه. آره ساوند انجینیر. بعد مثلا این لیریک ویدیو که گفتی اونو مثلا آردو اوکی کرد. آها آها. من خیلی مثلا ارتباط نداشتم. ولی خود که خودت درگیر پروژه باشی تو این لول شاید الان حس نکنی، ولی مثلا تو آینده‌ت موقعی که میخوای کارا رو برون سپاری کنی خیلی کمک میکنه. یعنی خودت آره خودت چی میگن دست تو کاره. آره. جاست خوش میگذره. آره خروجی خود خیلی خسته میشی. مثلا روزایی که میخوام ریلیز کنم انقدر دیگه هماهنگی میکنم واقعا مثلا خودم دیگه بهم خوش نمیگذره اون ریلیز. آره اون انرژی اولی که بهم میدن و دیگه خیلی آدم اونقدر اجتماعی اصلا اجتماعی نیستم. منم همینجوری ساختم. خب هفته که گذشت ها میزبط هفته که گذشت با ترکی از سامان ویلسون آره یهو چیز شد رولتش اینطوری بود، دلیل توجیهی داشت، دلیلی داشت ترکش از تلگرام یهو بیاد ماکتش بعد اصلش از خودش گفت، گفتش که اصلا به حسن بابا دادم ها؟ گفتم برسون نرسون گفتم دیگه ولش کن روبی دانلودی گذاشت بذار مثلا خودم میذارم فلان تو تلگرام گذاشت فرداش یا پس فرداش حسن بابا تو کانال یوتیوب خودش گذاشت ها خود کانال یوتیوب حسن بابا. بعد یه ترکی بود که بعد 20 ماه مثلا 20 ماهی بود که نبود خودش میگفت بعد 20 ماه اومدم اینم بازی دستم هنوز یا نه و فلان و اینا نشین ترکو نه قبل اینکه من یادم رفت موزیکای این هفته بذارم بهش واسه اینکه میگم رولاتش عجیبه بود که اوایل هفته اومده. آره منم بچه‌ها تو کامنت گفتن که ترک رو داده بالا مثلا گوش کن فلان. منم گوش نداده بودم ولی الان به قبل لایو گوش دادم یه چی میگن سامان ویلسون همیشگی روی پس زمینه خیلی بد بود دیگه. آره همین بود یه سری تیکا به یک آدمی که تو ترکیه است و دوست داره کانادا باشه انداخت. من نفهمیدم رضا پیشو میخواد باشه. نه فکر کنم به یه آدم اونجوری که من همین یه تیکه شنیدم به نظر میاد به یه سایز کنم به یه دوست شخصیش داره این حرفو میزنه. آره. دیگر میزنه قلمش هم اینجوری شده که دیگه نه نمیدونم یا انقدر گوش ندادیم یا اینکه خط نمیتونی پیدا کنی که چجوری از این جمله یه رسید به جمله بعدی میشه. یه جمله‌ای که وقتی خودش نشسته نوشته تا اونا خیلی معنی داشته واسه شو من نمیفهمیدم چی بعد سامان خیلی باحال سامان قبلا خودش هم گفته که فدایی و کاراشو دین به عنوان یه رپر قبولش داره بعد کاراشو دنبالم میکنه مشخصه. اینکه تو طول زمان این بیفش با فدایی رو هی تیز کرده با مزه است به نظر من. مثلا یه دیسایی هم توی این ترک به نظرم بهش داشت نه؟ تیکای معلوم نیستی همین به یه کسی که دائما موزیک اعتراضی میده و دائما چهره اعتراضی شما دیدیم داشیست میداد قابل تعمیم معلوم اینا رو گفت از اون ور دنیا، یعنی اصلا کشورم نگو هم هیچ کس میتونه باشه هم فدایی میتونه باشه هم جیدال میتونه باشه. جیدال رو باز کمتر غیر سیاسی غیر اعتراضی هم داره هم اصلا اپوزیسیون میتونه آره، باشه آره. نیست ولی آره یه جالب خوب نبود تو چه جور بودی علیس؟ من دوست داشتم کلیتشو ببین چیزی بود که انتظار داشت مثلا از سامان ویلسون بشنوی دیگه دقیقاً همون بود دقیقاً همون بود واقعا ها چیزه من تو ویدیوشم میگفتم قدیم سرعت پیشرفت مثلا قدیم سرعت پیشرفت ویدیو گیما خیلی آره، 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 اینجوری آره. بود که امروز مثلا 2D فردا 2D فردا 3D پس فردا مثلا سولزاک آره. میاد آره. خیلی عجیب الان بازی خورده سرعتش کم شده برعکس تو موسیقی اینجوری نیستی الان خیلی سرعت زیاد شده مثلا فاصله 20 ماهی که سامان ویلسون سکوت کرده دیریل اومد خوابید ترپ ملودیک اومد خوابید اومد رفت الان مثلا هاردکور دوباره مود شده و میدونید آره. احساسی که تو توی 20 ماه سکوت مثلا سامان ویلسون الان داری شبیه احساسیه که 5 سال یکی مثلا دقیقاً 10 سال پیش یکی 5 سال سکوت می‌کرد ترک جدید 011 این هفته اومد یکی از بنده چی میگن
واسه منوتو توی رنج سنی اصلا مطالعه 68 تا 73 4 فکر کنم 0111 خیلی بنده مهمی تو زندگیشونه. بعد از اون نمیشه. من علیز قبلش هم تو بودی اصلا 0111 نمیدونست کیان، نمیدونست از کجا میاد. گفتی قبل از زد بازیه یا نه قبل از زد؟ دقیقاً همون دوره‌ای که زد بازی داشت. آخه من لاین زد بازی رو دنبال کردم، یعنی مثلا من بچه‌م بودم بین پیشرو زد بازی، زد بازی رو دوست داشتم. آره اون 0111 اینجوری که تو اگه پیشرو میشختی زد بازی هم میشناختی، هیچ کس هم میشناختی توی سیدی که اینا اومده بود. آره تو اون سیدیه مثلا سرسریازم بود خیلی مطرح، کلا هم 5 تا ترک بودا فکر کنم، 5-6 تا ترک بود. آلبوم ما هم رو شاید هم مثلا برام پلی کنین شنیده باشم. میگیری وعده یه بیدار توی خواب و بیدار، صدای گیتار چاشتی یزید، این کیدنس کل رپ های مثلا به 80 دوره ولی امضای نیما کیتون اشکان کول بود. یعنی گفتی دارم میمیرم کروسش معروفه، یا پیشم مهرام خان رو میشناسی؟ بگو 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 اینو شنیدم. از تنها بودن تو دنیا نگاه یه موقع به خیلی ندیدم مهرام خان. خب یه روزی گفتی میرم بچی یو بیبی وایس مثلا 20 سال پیش نه ولی مثلا چیز بودم، مثلا یه بندی بودن که مثلا دو تا رپر بودن با یه چی میگن وکالیست، وکالیست رو ملودی تک بودن، پاپ استار بود واقعا ماهم برام از استارت کریرشم. بعد از بابل می اومدم بی رپ، بعد خیلی هم ترکید بودن، 5 6 تا ترک داده بودن خیلی از موزیک ویدیوهای بوم. آره موزیک ویدیو چی میگم واجدار بودجش از کجا می مثلا زد بازی موزیک ویدیو نمیداد اینا. آره آره اینا موزیک ویدیو میدادن خیلی عجیب و باحال و جالب از کجا می آوردم واقعا. آره پولی هم که در نمی اومد ترجیحش شهید یالا. آره ترجیحه ما یادت میاد فکر کنم میشه همون همون بودن همش اشکان اباوت یو. اباوت یو بود. آره آره دمت کم که از مهامرام خان بود، مهامرام خان بود، اشکان کول بود و نیما کیتون هم لاین اپ اصلی بودن دقیقا سه تا کنار هم. فکر کنم بعد 10 سال من کنار هم شنیدمشون. بعد نگو واسه من باحاله، واسه تو هم گوشونی باحال، اینجوری که ارزش مثلا یه بار گوش دادن واسه همه کسایی که مثلا تمبدایی که الان بده من حسول میشم. نه خیلی از برگشت تمبدا که برگشته خیلی بد بود. آره ولی مثلا از اون خیلی بهتره، یعنی قابل گوش دادن ترک. ولی در این حال مثلا میگم انگار 15 سال بچه ها نیستن دیگه، انگار این ترک 14 سال پیشه. یعنی رو به جلوتر هست از آخرین چیزی که ازش میشنیدیم، ولی یه سال رو به جلوتره، نه مثلا 15 سال. ولی در این حال با برند خیلی جذابی سرسریزه، چون هیچ وقت اونقدر شیرش کشیده نشد، یعنی بچه ها اونقدر استفاده خاصی از این برند نکردن، صرفا به یه کلاوت زیادی رسوندنش ولش کردن. کلاوت زیادی که مخاطبای امروز رپ فارسی نمیشناسن. آره آره امروز رپ ولی پول دست آره آدمای پول دست رنج 28 تا 32 ساله دیگه. پول چی؟ استریم دست کیه؟ استریم دست ما نیست. آره ببین مثلا سرسایید به نظر همین الان میتونه تور استانبول بذاره، یعنی میتونه اجرای استانبول بذاره. نمیتونه داداش معلومه که نه داداش اون تکی که تو دریا غرق شده بود پوریش تو ترک دریا غرق شده بود دوستشون سیشور. نه نه چی سفتر یازده آخه چه خواهد ازش چی چون چون رفتی با داشت نه وایسا الان میاد الان میاد خوابیدی رو بال موجا. آخه ببین مثلا چقدر از شنونده های 20 سال پیش هنوز جلو اومدن با رپ فارسی. نه لازم همین اتفاقا میگم خیلی تعداد کمیان آدمایی که تو اون دوره موندن زیادن، اینا هم تو همون دوره موندن. من بعید بدونم. آره مثلا تور بذارن 500 نفر نه. آره مثلا اینجوری که کامران هومن الان باشی باشی تو اونجا بری خودت تو تهران تازه صد نفر استریم میکنن. واقعا میبینید تو چند شب الان مثلا صفر تایید تو استانبول چقدر آدم میکشه؟ 20 نفر کلاب. نه بابا 20 نفر واقعا نظر واقعا فرشید امینی که بیشتر من خیلی دوستشون داشتم پاسپورت داشته باشم هم نمیرم. ترکاشون چیز نبود کلاب توری نبود هیچ کدوم. آها تو شمالی آخه. نه من اون قدم حالا ربطی نداره. نه منم نمیرم واقعا میرم. بابا سگ بابلتری باشه میگی این آدم خیلی خفه. چون من تعصب بابلی هم بچا. حالا دیگه شمالی باشه. چیز نه نمیتونم بابا الان نمیتونم. علکی نیست که. من شو فکر میکنم مثلا ولی مثلا من خیلی مثلا مصاحبه با 0111 الان به نظر من یکی از جذاب ترین کارهایی که میتونیم بکنیم. من تم بده اون سلام باشی تم بده هم خیلی خوش میگذره اگه مصاحبه کنیم باشون. واقعا ایده خوبیه مصاحبه باشون. آره. نه آره من دوست دارم. من خیلی حرف دارم همه هنگی تم بده هم امیر قیامت و تم بده 20 ساعت میتونم همه هنگی میتونی کنی؟ فکرم بتونی بکنی. آره من برام سزار که هست بودایی حمید صفت و پوریو داشتیم این هفته. یعنی تو اجرای پوری کل شرایط به حمید پاک شده بود، ورسا پاک شده بود و به نظر میاد از زد و من اومده بیرون یه جدایی آره. جدی از هم دیگه هم دیگه آنفالو کردن این آره. داستانا تو گروهش هم تو تلگرامش هم گذاشتی آره قتلگاه هم استوری گذاشت قتلگاه میگن قتلگاه میگن
قتلگاه دیگه. جفتش هست من جزو شنیدم. من قتلگاه لاتی تر دیگه جدا شدن دیگه. آخه جدا شدن دیگه چی بگم؟ اینو نگو اینو نگو. نه چیزی بگو یعنی قابل پیش بینی نیست. آخه اتصالشون برای من عجیب تر از جداییشون. نه اتصالشون به نظرم خیلی آخه چیز نیست. خیلی به نظر نمیاد از بیرون که دو نفر میتونن یه بازی برد برد واسه هم بسازن. هنوز الان که نه فرض کن مثلا اون موقع که همیشه و پوری رفتن کنار هم به نظر خیلی واضح بود که مثلا پوری اون چی میگن صدا یه موزیکی اون کسیه که همین صفت دوست داشت باشه و حمید صفت هم دسترسی به اسپانسر زیاد داره، دسترسی به چی میگن نتورک قوی، حتی کلاوتش هم زیاده. ما مثلا کلاوتش این سمت نیست. آره و همچنان نتورک قوی کلا توی ایران داره و این چیزا قابلیت. من مثلا بازی برد برد بود، یعنی اون سمت ما صحبت می‌کردیم اتفاقا دقیقاً یادم میگه میگفتیم عجیبه برای ما که پوری ما نظریمون این بود که پوری داره به اون سمت اضافه میکنه بیشتر. آره میدونم، ولی بازم میگم یعنی مثلا اینجوری نبود که نفهمم چرا پوری آره. باید بره اون بر مشخص بود واسم که هم کلاوتی همین بحث اینه که هر جایی پول هست که مثلا من نباید باشم. همون بحث اینه که اون همخونی وجود نداشت. میشه میگم اون برند وجود داشت اتفاقا امضای شبیه بودن دیگه. آره ولی خب به نظر من همخونی نداشتن. یعنی میشه حداقل همخونی پیدا کرد جفتشون رپرن میشه چسبوندشون من ولی به نظرم از اون موقعیتایی بود که هر چقدر پول بود مثلا نظرت مشکلی کجا به وجود اومده؟ چون هر دو طرف در این تیکایی که دارن میندازن اینطوریه که مثلا چی میگن آره من رسوندم به تو قد ندونستی نه پوری همچین تیکایی نمیدونم چرا چی گفت چیز عسل بکن تو دهنش حالا چک دیسلاو بود آره ولی به این تیک چسبوندن دیگه به جز اون حساب کنی اینجوری بود که انگار پوری من برداشتم اینا از چیزایی که تو تلگرام گذاشت از چیزایی که آکیو گفت تو تلگرام و اینا برداشتم این بود که پوری خودش کشیده کنار یعنی اینجوری نبود که بدی دیده از همین صفت ولی برداشت من از واکنش همین صفت این بود که همین صفت انگار بدی دیده انگار مثلا نامردی دیده نمیدونم میگم برداشت من اینجوری بود ولی دیگه جدا شدن دیگه سود مقطعی بود بعد انتظار این رابطه مقطعی هم وجود داشت به نظر من کلا پروموشنای روابط مقطعی کلا توی این جور چیزا زیاده رپرها مثلا یه نقطه ای از کریرشون میبینن این واسه شون سود داره آره. حتی حاضرن از این توهین هم بشنون ولی باهاش یعنی توهین نه احترام متقابل نباشه ولی باهاش ارتباطی رو حفظ کنن وقتی از اون سود استفاده میکنن میرسن به یه جایی که دیگه اونقدر شاید واسه شون سود داشته باشه میگن این اینو بیخیال حالا بریم سراغ یکی که بریم سراغا نموده بد داره حالا مثلا کانکشن با یکی برقرار شه که سود بیشتری داشته باشه مثلا یه منطقی هم هست اینجوری آره این که جدایی چجوری اتفاق میفته وصال چجوری اتفاق میفته اینش مهمه معمولا خوب اتفاق نمیفته دشمنی پیش میاد حرفی بودن و نبودن چون ساز و کارهایی که توی سر جریان دارم توی لیولی همینه دیگه یعنی هر مسئله رو شخص دیدن و هر مسئله رو چی میگن وابسته به یه توهم توطئه گنده زری دیدن کلا یه مشکل عمده ای رو من میگم یعنی مثلا مثل میمونه که خدایا مثلا اپل با سونی فکر کنم مثلا لنزاش همکاری میکنه مثلا یهو یه روز یه سالی تصمیم میگیره همکاری نکنه اگه رپر باشن دیس میدن من دیگه این هفته ولی با طرف واسه برندش که مناسب نیست دیگه نمیخواد استفاده این هفته این هفته اتفاق عجیب غریب دیگه ای که داشتیم یکی از استوری لاین های گنده استوری لاین شرط بندی تو ایران یه استوریلاینی که به نظرم کل ایران رو فرا گرفته یعنی یه ترندیه که چی میگم به پارک ها نفوذ کرده تو این لول هنوز که هنوزه داری آره هنوز که هنوزم این ملت هم برد خوب میکنن هم باخت خوب میکنن و زندگیشون تغییر میکنه به واسطش این هفته یکی از گنده ترین پدر مونتیگو اگه اشتباه نکنم یکی از گنده ترین سعدالله شقاقی اگه اشتباه نکنم یکی از کسایی بود که سردمداره اون صحنه شناخته شده بود اونجور که به نظر میاد دستگیر شد خیلی عجیب غریبه این شرط بندی رو نمیدونم چه جوری اصلا باهاش مواجه شد من نه قانونش رو تو ایران میدونم نه قانونش اون مثلا ترکیه میدونم آره، نه آره. تو آمریکا میدونم نه تو اروپا قانونش رو اصلا نمیدونم کجا مجازه کجا نیست تا چه حدی اوکیه گذاری هم خیلی عجیب غریبه مثلا توی آمریکا مثلا ایالت به ایالت اجازه شرط بندی داری اجازه شرط بندی آنلاین با اجازه شرط بندی دو چیز کاملا جدا مثلا انگلیس مسابقه اس سواری یکی از تابعیاشونه که آره اصلا چیزی سریال بچه‌ها مثلا میبینید آره. پلی میشه ولی مثلا یه جای دیگه مثلا مثل چی میدونم ایران خاورمیانه مثلا تابو سنگینه خیلی مثلا میبینی تو همون کشور
بیشتر پوکر مثلا کازینو آره، مثلا بده. آره خود شرط بندی شاید اونقدی هم بد نیست تو میگیری چی میگم یه تصمیم شخصیه ادیکشن آره نه کاری به ادیکشنش هم ندارم کلا این سایت ها به خاطر این بیشتر انگشت اشاره بهشون زیاد شد که پولشویی میکردن دزدی میکردن و این طور چیزا دیگه آره. خود اون شرط بندی آره. یه وضعیتی هست که مثلا عدم شفافیت اینجوریه که واقعا یه نهاد مادر میخواد که بخواد پلیس کنه این پلتفرم ها رو، یعنی پلیس کردنشون هم کار ساده ای نیست. چجوری میخواد مطمئن باشه که مثلا رندوم داره این اتفاق میفته؟ چجوری میخواد مطمئن باشه که اون پشت بک اند سایت اتفاق عجیب غریبی نمیفته و به سمت مثلا کازینو کار نمیشه؟ آره خیلی چیز عجیب غریبیه، غیر قابل رصد اصلا. تو آمریکا ما این مشکل رو داریم، یعنی تو آمریکا خیلی از این کازینو آنلاین ها یهو از آمریکا بلند شدن، یعنی صرفا آمریکا ساختن سازوکار اوکی کردن، از آمریکا بلند شدن رفتن یه جزیره بینامونشونی که مثلا چی میگن قانون آمریکا روش پیاده سازی نمیشه، اونجا رفتن ستاپ کردن، ستاپ اصلیشون رو زدن واسه اینکه دردسرای قانون آمریکا رو نداشته باشن، ولی در این حال چون همه اینترنت دارن حالا یکم غیر قانونیه ولی استفاده میکنن. یه من واسم اینجوری به نظر میرسه که بیشتر از اینکه ما یه چی میگن یه مثلا تو ایران یه نفر اومده باشه شرط بندی رو ران کرده باشه، یه اتفاقی که تو سطح با فضای آنلاین و راحت شدن انتقال پول آنلاین و مثلا پاپیولر تر شدن کریپتو ها یه فضایی شده که کلا شرط بندی تو کل دنیا دسترسی بهش آسان تر شده. ما باستانش رو تو ایران هم داریم میبینیم چون یه بازاری وجود داره و بازار سیاه، یعنی بازار شفافی که نیست، توی بازارهای سیاه اونطوری هم پول هم شستن راحت تره، هم کلاهبرداری راحت تره، چون میشه پلیس که نمیتونی بری که و تحریک کننده ایش هم 100%. دقیقاً به تو بگن بیا این محصولو بخر جوون میشی مثلا یه خورده تحریک پذیره، به تو میگن بیا اینقدر پول بده به جاش اینقدر پول ببر، یعنی تو چیزی که داری میدی و محصولی که میگیری دو برابر پولت. من بازاریابیش هم راحت دنگ هم مثلا یه کست میدست اصلا این داستان ایدین راست و تویچ و کیکو اینا مثلا همین بود. یه سایت استیک بود، بزرگترین اسپانسر کل تویچ، استاره گنده بود، اومد خودش کیکو زد، همه اونا رو گرفت واسه خودش، واسه اینکه میدونست کل درآمدش رو از اینا دارن. آره. چرا؟ چون تویچ شرط بندی و ممنوع کرد واسه اینکه مخاطب اکثرا بچه‌ها بودن و این چیزا. ولی چه تبلیغاتی بهتر از این که مثلا $1,000,000 بدی دست دریک بره تو گنده ترین پلتفرم لایو استریمینگ دنیا با $1,000,000 شرط بنده، $1,000,000 کنه، $2,000,000 ببنده لایو استریم، واقعا چه تبلیغ بهتر از این؟ تو رو اونشو گفتی، من میگم کست، یه کست میگه آره آره آره. ورژن ایرانیش اینجوریه، میاد مثلا انداخته بیرون میاد میگه دوست داری پولت انقدره با اینقدر فکر نکنم الان اون قضیه جواب بگیره، میگم یعنی اون انفعال حس میگم کمتر شده دیگه، مردم یعنی تو یه لولی اون چی میگن آزمون خطای انجام شده بابتش، مردم ریسکو شناختن آره، ولی همچنان ریسکو میپذیرن و میرن. به نظرم حداقل تعدادش میتونه آره، آره. ولی چیزه، یعنی خیلی عجیب بود، اعتیاد به شرط بندی خیلی چیز عجیبه. آره، آره. یعنی اصلا تقریبا مقایسش با هر اعتیاد غیر دراکتوری غیر ممکنه، اینقدر تاثیر عجیب غریبی داره. یه درصدش واسه من این نفسش هم همبستگی حال خوب و موجودی حسابو فکر میکردم که چقدر موضوع ناراحت کننده ایه، یعنی ما چقدر ارزشمون رو وابسته به پول کردیم که انقدر تاثیر مستقیم داره. خب بابا ما مثلا شکارچی بودیم، آره. گوش نداشتیم، ناراحت بودیم دیگه داداش، همون آره 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 میدونم، ولی چیزه، یعنی اینکه مثلا شکار نداری قضا نداری میفهمی چی میگن توانایی تو از دست نمیدی، میدونی چی میگم، تاثیر عمیق روانی میذاره رو من مثلا کم بوده موجودی حساب اینجوری بگم مثلا کیفیت خروجی هم تغییر میکنه. میدونم چی میگی ولی دیگه تاثیر داره دیگه. قبول دارم این گوشتی که میگم به توان رسیده، یعنی الان نبوده پول تو حساب به توان رسیده، یعنی نبوده گوشت تو آره آره آره. اون شکار چی میگه هانتر گدرر است، ولی دیگه خیلی خیلی رابطه مستقیم داره. بعد به نظر تو انباشت پول مهمه تو مود آدم یا اینکه ورودی چیز چی میگم اماش رفت و آمد پول گردش مالی؟ نه به نظرم که نه چیزه، دکون انباش من دنبال اون حاشیه امنم. خب حاشیه امنه میتونه یه رونو استریم پایدار باشه یا میتونه یه سرمایه گنده خارجی باشه که ثابت یه جا هست، ما هیچ کدومو نداریم. نه میخوام ببینم که هر دو دیم به نظرم پایداری مسئله است بیشتر، انباشته پایدارتر واسه ما، انباشته واسه ما چون پاید واسه رونو استریم پایدار نشناختیم تا حالا. آخه میگم یعنی اگه تو زندگیت مثلا اون کانسپت این که مثلا تو بری یه جا کار کنی و 30 سال اونجا باشی و اگه اون کانسپت وجود داشته باشه، مثلا انباشته معنیش از دست میده، رونو استریم معنا پیدا میکنه، ولی چون رونو استریم یعنی اون
چی میگن ایروین استریم فارسی چی میشه؟ واقعا نمیدونم چی میگی. خط درآمد، این منبع درآمد. وقتی منبع درآمد پایدار نداریم و نداشتیم تا الان اصلا نمیشناسیم. شغل نداشتیم. نمیشناسیم. خب چیز دیگه انباشته مثلا معنا پیدا میکنه. آه تو میگه اگه شغل ثابتی که پایدار باشه درآمدش مثل کارمندی، اگه اصلا شغلم بکنم منبع درآمد پایدار داشتیم، منبع درآمد پایدار ارزشش واسه همون بیشتر بود، ما اصلا منبع درآمد پایدار تعریف نشده تو ذهنمون. یعنی منبع درآمد تعریف شده دیگه، شغل پدرامون اینجوری بود دیگه. آره ما ولی تجربه نکردیمش دیگه. ما همیشه هر منبع درآمدی آره حتی اگه انباشت سیستم... کن بودم میشه ولی آره منبع درآمد پایدار داشت میتونست انباشت کنه دیگه، یعنی کمرش به جفتش صاف بود. میگم تو اگه خیالت راحت باشه از اینکه این منبع درآمد داری، از اون پول خیلی از خرج کردنش نمیترسی. ولی میگم بابای من اون آرام داشت. آره ولی حجم، من میگم ربطی به اون نداره بحث من. من میگم حجم دو طرفش انباشته مهمتره بحث من. آها انباشته مهمه، اونم مهمه. آره مثلا اینه که ما واسه اینکه من حداقل واسه اینکه چیز ندارم، یعنی چی میگن همه منبع درآمد، من تا جایی که تونستم تلاش کردم که متنوع کنم منبع درآمدی ها رو، ولی هیچ کدوم به اینم اشراف دارم که هیچ کدوم از منبع درآمدی که دارم بلند مدت لزوما پایدار نیستن. میدونی چی میگم؟ یعنی همشون میرن و این میرا بودنشون اون انباشتر ارزش رو بیشتر میکنه مثلا. یه مگه مثلا یه پول گنده ای داشتم یه گوشه ای که داشت بهم سود میرسوند، خیلی خوشحال، آدم خوشحال. آره آدم خوشحال تر بود. مثلا اجاره خونه بگیری مثلا، اسم میگم خیلی خوشحال تر میشه. آره میگی چی میگم؟ اون خیلی بمب. یه اسم باحالی داره فکر کنم، نمیدونم چی میگن، فکر کنم منبع درآمد منفعل میگن یا همچین. آها پسیو اینکام. پسیو اینکام. آره آره آره. خیلی حال میده. آره آره آره. همین میگم تو پسیو اینکام رو ترجیح میدی مثلا یا اون انباشته رو؟ پسیو اینکام مطمئن. من همیشه این آدمو میگم که مثلا بازی که میکنم هیرو هم یه چیز آیتم برمی دارم واسه هیرو هم یا لول میگیرم، اون پسیو لول پسیوه که پس مثلا به صورت پسیو اتک رو زیاد چیزی که کم میشه رو استفاده نمیکنه، موشن استفاده نمیکنه، یه چیزی که کلا دائمی زیاد کنه. خب همین این چیزی که دائمی زیاد کنه مگه اون منبع درآمد نیست؟ انباشت هم میشه انباشت دیگه، به انباشت اتک هم زیاده. آره ولی ما چون نمیتونیم چیزی رو پسیو زیاد کنیم، انباشت اهمیت پیدا کرده اصلا کلا. اینه من میگم انباشت مهمتره واسه من. آره من میگم این چیزه، دیدن اون پول، ما گاویم دیگه، همون دیگه. آره ما میمونیم، ما دیدن اون پول خیلی واسه من مهمه. بحث همینه، غذای آره. زیاد میبینیم خیالمون راحت تره تا اینکه مطمئن باشیم این مزرعه همیشه هست. آره آره اینم هست کلی غذا. آره چیز تو داستان چیزو چجوری بودی؟ یعنی این داستان این آرک شرط بندی فکر کنم تو ایران انتهاش چیه؟ چون توی یه لولی درگیرشیم که من فکر کنم یعنی حذف کردنش تقریبا غیر ممکنه، چون یه منبع یه گردش مالی زیادیه تا جایی که وجودم داره من ازش استفاده میکنم. یعنی مثلا ما سعدالله شقاقی دستگیر شده، گمبلینگ توی شرط بندی توی ایران از بین نمیره، یکی میاد جاش. آره دقیقاً همین رو میگم. خب میگم به کجا میشه بگیری بعد فکر کنیم مواد از بین میره. من چون دور و بر خودم رو نگاه میکنم اینجوریه که اصلا بیت چیه دیگه، ما آره دقیقاً من شفتم چه حالتی هم اونقدر زیاد نیست ولی نه همین آدمای دیگه رو دیدم هستن. آره یه قدم اون برتر همه هست. آره مشتی هستن 100 میلیون خیلی عجیبه. آره 100 میلیون من 500 تومن تو انفجار باختم 3-4 سال. 500 هزار تومن. آره 500 هزار بعد دیگه بازی نکردم. همین فکر کنم 500 هزار تومن دست و پا رو همشه عدد میارد. آره فکر کنم میشد 15 میلیون. من حاضر نیستم 500 تومن سر بیت ببازم. با الان اینجوریه که مثلا تو فامیل یه نفر، یه نفر تو فامیل مثلا کل مثلا 80 نفر فامیله، یکی ورده گنده کنه نصف فامیل معتاد شرط بندی شد. آره آره آخه چه همین دیگه. گیم نت اینجا بود، یه پسر ساب گیم نت پوکر باز بود، پولدار شده بود از این طریق، کل محل پوکر باز شدن، همه پولو بگادن. به نظر من خیلی، من چی میگم چیزی که دارم میبینم، البته قدیمی که صحبت میکنیم اون زمانی که خیلی مثلا بت پرو اینا خیلی آره شروع میشید، اون زمان چیز بود، من دانشجو بودم تو دانشگاه سر جام جهانی میشیدم این آره. رو اون شرط بندی این میرون. الان کلا حضورم تو اجتماع چی میگن مثلا اجتماعی که خیلی باهاشون درگیر باشم و صحبت کنم کم شده، کمتر میشدم، ولی خب میبینم هنوز تک و توک حذف نمیشه، ولی من فکر کنم به حداقلش تو تاریخ شرط بندی الان رسید تو ایران. یه به سمت قانون گذاری پیش نمیری فکر می‌کنی نه بابا. نه؟ یعنی تو ایران مثلا چیزش کنه. داداش اسلام. آره آره. نه بابا. یه چه خبر داشت؟ برنامه واسه عید چیه؟ برنامه واسه عید من این هفته میرم شمال. فود ولاگ بچه‌ها، یه فود ولاگ دیگه داریم. منتظر باشید. این هفته یه فود ولاگ عیدی دیگه هم میاد.
بعد میرم مشهد، ریلیز هودیا رو دادیم، یه ریلیز دیگه دارم و اینکه سفر میرم استراحت میکنم احتمالاً بیشترش. این همش کار بود که هودورا که کار استراحت هم که آره کاره. مثلا دو روزه مثلا دوروورش استراحت میکنم قبل و بعدش. ایوه تو چیکار میکنی؟ من هیچ برگردم کردم ماشا بشینم پا کار دیگه. ماشا کجا ریکورد کنی؟ من یه استودیو نه کمه آره چند تا هست مثلا خیلی هاشون گرونن واقعا مثلا 1500 ساعتی میگیرن ولی آره یه جا من پیدا کردم بعد مثلا تجهیزات اونچنانی هم نداره خب ولی کار را بندازه کار آدم آره مایکش هم بلوبرده بلوبرد خب بعد اونجا میرم ساعتی 300 تومن میدم خیلی هم خوش میگذره استودیو ساعتی 1.5 میگیره من قیمت من آره استودیو گرونه استودیو هر چقدر بگیره نمیارزه آخه یه پروژه من دیدم چند وقت پیش بعد گست حالا نمیدونم به شوخی بود یا نه ولی مثلا زده بودن گست رایتر بعد مثلا اسم چند نفر بود نه اون شوخی بود تنتکس رو نمیگه آره ولی چیه ولی اوکیه یعنی نکن کردیت چجوری هم به مثلا تو اگه دنبال این باشی که بری ببینی مثلا توی ترک دریک کسایی که رایتر بودن و کمک کردن توی رایتینگش سانگ رایتینگش کمک کردن کیا میتونی تو اسپاتیفای ببینی یا میتونی تو مثلا اسمش چیه آخه من فکر کنم مثلا فلسفه گوست رایتر اینه که گوست باقی بمونه نه آره گوست رایتر آره ولی سانگ رایتر نه آره ما تو طول زمان نگم الان ما داریم گوست رایتر رو مثلا واسه رپر به هر کسی جزون که تو سانگ رایتینگ کمک میکنه میگیم خب ولی مثلا تو کل زمان آدمایی بودن که تو سانگ رایتینگ کمک میکردن تو استودیو مثلا دیگه فرض کن رفیق صمیمی تو استودیو بغل دستت هم میگه مثلا وای برو من دادم مثلا لاش یه بیتی میگه چه میدونم یه کورس باحال در آورده میگه میگیش میگم آدم اینجوری زیاد مثلا خود دریک تو طول زمان تو هر آلبوم سایکلش ببینی این آدما رو تعویض میکنه این مثلا رایترایی که واسه چی میگن if you're reading this it's too late آورده بود مثلا رایترای هاردکور اتلانتا بودن مثلا واسه این تو آلبوم اینو میبینی آره. در صورتی که مثلا واسه آلبوم بعدیش ویوز مثلا گرفته بود آرتیست همون بالای چیز سیبیل داره نه بالای چیز نشسته بالای برج تورنتو نشسته آها میدونم کدومو میگی مثلا واسه اون رفته بود آرتیستای پاپی تر آورده بود واسه مثلا سرتیفاید لاوی بود یه اکیپ دیگر آورده بود کارتی هم همین کارو میکنه کارتی مثلا کارتی حالا توی سانگ رایتینگش روی میدونیم کی داره کمک میکنه دقیقاً یادم من نخوندم راجعش ولی مثلا واسه آلبوم به آلبوم اکیپ پرودوسری که باهاش کار میکنه رو تغییر میده مثلا فیلسی میاد باهاش هولاتارو میده مثلا با اون یکی یا مثلا یکی دیگه میان مثلا چه میدونم متال توری کار میکنه باهاش شروع میکنه ولی میگم این تیم عوض کردن کمک میکنه در این حال تازه ترم میکنه روح جدید میده آره. شوق جدید آره. کلا یه نواختی آره اصلا یه چیزی هم میگم مثلا تو داری با یکی کار میکنی بعد مثلا کارتون هم داره میشه اوکیه ولی تو یه جایی میبینی که باید با آدمای مختلف تری هم کار بکنی تا هم اون از اون استحکاک و فرسایشی بودنه آره. جلوگیری بشه هم ایده‌های جدیدی کلا بهتره آره. آره. تیمون مجازاتت میگن استحکاک نیست گفتم استحکاک بکنم من میگم استحکاک استحکاک درسته مطمئنی آره. استحلاکه نه استحکاک هم مصطلحه ولی غلط مصطلحه فکر کنم مثل اکسپرسو چی بود الان گفتی؟ قتلگاه اونو سرش بکنم پوستتون میکنم آره آج استکاکه استکاکه آره یا با قلقی شده آره خودال قتلگاه دیگه آره دیگه اینم عید و عیدتون مبارک دیگه بچه ها موضوع خودتون باشید عشق ما به این عزیزو گوش بکنید منتظر پروژه بعدی باشید چاکرم استیمبتو شیر بکنید کامنت بذارید عزیزو آلماکی علیز تو اینستاگرام آره. فالو بکنید کرمانشاه به ما سر بزنید جنگ کرمانشاه میبینیم جنگ منتظر بود بلای کرمانشاه